سامینا صدای بلند و عجیبی داره صداش زمین رو میلرزونه اگه بلند حرف بزنه در و دیوار میریزه هواپیماهای جاسوسی صداش از چند کیلومتری تشخیص میدن در یک کلام اون عجیبترین و بلندترین صدای دنیا رو داره روزی جلسومینو خودش داستان زندگیشو برام تعریف کرد برای شنیدن حرفاش پنبه تو گوشم گذاشته بودم اما بازم تنم میلرزید جلسومینو حالا خانندگی سرشناسی شده از شرق تا غرب عالمونو میشناسن برای خودش اسم هنریم انتخاب کرده اسم هنریشو بارها شنیدین اما اسم رسمیش جلسومینوه یعنی گل یاسمن یکی بود یکی نبود پسری بود به اسم جلسومینو قدش از بقیه کوتاهتر اما صداش از همه بلندتر صدای جلسومینو خیلی قدرتمند بود وقتی دنیا اومد نیمه شب بود با اولین صدای گریش همه اهالی روستا را رو بیدار کرد صدای گریش بلندتر از صدای سوت کارخونه شهر بود مردم روستا شانس آوردن که شبای بد آروم خوابی جلسومینو درست هفته صبح بیدار میشد. اون وقت صدای گریش همه رو بیدار میکرد. لازم نبود کارخونه ها سوت بکشن اون به تنهایی برای بیدار کردن یه شهر کافی بود شش ساله که شد رفت مدرسه اولین مشکل موقع حضور و قیاب به وجود اومد معلم اسمشو خوند جلسومینو جلسومینو با خوشحالی جواب داد حاضر صدای لرزشی بلند شد و تخت سیا ترک خورد و به زمین ریخت معلم فکر کرد کسی با سنگ به تخت سیاه کوبیده گفت کی زد به تخت سیاه؟ کسی حرف نزد معلم از تک تک بچه ها پرسید تو چیزی پرد کردی؟ همه پسرها با ترس جواب دادن نه خانم من, من نبودیم نوبت به جلسومینا رسید من نبودم خانم معلم از صدای جلسومینو شیشه های پنجره ریختن معلم حواستش به بچه ها بود میدونست هیچکس کس حتی تکونم نخورده با خودش گفت حتما کسی از بیرون به شیشه ها زده معلم گفت مه. بفهمم کی این کار رزشتو کرده گوششو میگیرم و میبرمش دفتر اولین روز مدرسه با همین حوادث تموم شد روز بعد زمان حضور و قیاب رسید جنسومینو تو نوبت خودش جواب داد حاضر یهو شیشه ها ریخت روی زمین معلم گفت مم. عجیبه به اسم تو که می رسیم همه چی میریزه پسرم تو صدات خیلی بلنده سعی کن از این به بعد آروم تر صحبت کنی باشه آخه خانم من بازم همه جا لرزی تخت سیاه جدید افتاد و شکست معلم گفت دیدی دیدی صدات همه چیو خراب میکنه جلسومینو گیرگشت گرفت معلمم کنارش نشست و دلداریش داد با مهربونی گفت <applause> او ببین پسرم صدات خیلی بلنده نگرانم برات درد سر درست کنه شاید اگه خوب ازش استفاده کنی برات مفید باشه اما با فعلا بهتر کمتر از صدات استفاده کنی به قول گفتنی اگه حرف نقره باشه سکوت تلاست مشکلت شروع شد جنسومینو مجبور شد رو ببنده اما حتی با دهن بستم صداش دوستا و معلم رو اذیت میکرد معلم کمتر ازش درس میپرسید اما خوشبختانه جنسومینو خودش درس خون بود معلم خیلی نگرانش نبود اما مشکلات که تمومی نداشت تا اومد با هیجان اتفاقات مدرسه رو توی خونه تعریف کرد صداش لیوانا رو خورد کرد خونواده گفتن جلسا تو دیگه, هم حق نداری دهنتو تو باز کنی جلسا تو خونه دلش میگرفت برای هواخوری می میرفت خارج روستا توی جنگل یا دشت یا کنار برکه قدم میزد روی زمین دراز میکشید و آواز میخوند صدای بلندش حشرات و حیوانات زیرخاکی رو نگران میکرد ها فکر میکردن که داره زلزله میاد برای همین از لونه هاشون بیرون میزدن و فرار میکردن جلسومینو عاشق فوتبال نبود اما طرفدار تیم خودشون بود از سر تنهایی و بیرفیقی به دیدن فوتبال رفت تو گرم گرم بازی بلند شد تا تیمشون رو تشویق کنه بزن 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 تو دروازه جلسومینو با حیجان فریاد زد بزن بله صدای قوی جلسومینو مثل موجی سنگین توپو به جلو پرت کرد توپ از پای مهاجم جدا شد و یه راست رفت توی دروازه از قدرت شوتش حیرت زده بودن جلسو میدونست که صداش توپ و گل کرده با خودش گفت نه اینجور گل زدن ناجب و مردانت تصمیم گرفت یه گلم برای حریف بزنه در شرایط مناسب فریاد زد بزن جلسامینو از گل خوردن تیمشون ناراحت شد اما حالا دیگه همه چیز عادلانه بود جلسامینو خیلی با اخلاق بود دوست نداشت به کسی حتی تیم حریف ظلم بشه جلسامینو نوجوان شد اخلاق و رفتار خوبی داشت قد و هیکلش معمولی بود متناسب با اسم یا سمن. اما جلسامینو از یه جای دیگه مدرسه نرفت ناگزیر مشغول کارای رایج روستا شد بعد از اون اتفاقاتی باعث شد که مسیر زندگیش عوض بشه جلسومینو به باغشون رفت گلابیای باغ رسیده بودن دیگه وقت چیدنشون بود اما چوب یا میله بلندی برای چیدن گلابیا نبود فکری به سرش زد سر. با خودش گفت با صدا میچینم جلسومینو زیر درخت گلابی استاد و فریاد کشید. گلابیا صدای جلسومینو گلابیا رو ریخت درخت بعدی و بقیه درختارم هم با همین روش شید مرد همسایه روش عجیب جلسومینو رو دیده بود هنوزم صدای قدرتمندش برای مرد روستایی باور کردنی نبود مرد ماجرا رو برای زنش تعریف کرد مطمئنم جادو جنبلی در کاره من که باورم نمیشه جنسو ها جادو جنبل نیست بچه پاک و مصومیه زن و شوهر روستایی رابطه خوبی داشتن مینو بینشون اختلاف ایجاد کرده بود و تا مدتی هم با هم درگیر بودن مرد گفت از هم بیا به همسایی بگیم چی دیدیم ببینیم چی میگن زن موافقت کرد که همه با شوهرش مخالفن اما اینطور نبود بعضی از مردم جلسومینو رو انسانی پاک میدونستن و گروه دیگه ای مخالف بودن و میگفتن جلسومینو روح شیطانی داره اختلاف بین دو گروه بالا گرفت مخالفان و موافقان به مجادله و چالش پرداختن درگیری به دعوا کشید تعدادی از مردم زخمی شدند نیروهای امنیتی قافلگیر شده بودند سعی میکردن مردم رو به آرامش دعوت کنند عدهای به سمت باغ جلسومینو رفتند بعضی ها برای تبرک چیزی از باغ مقدس بردارن مخالفینم قصد داشتن باغشون خراب کنند. جلسومینو از دیدن جمعیت حیرت کرد فکر میکرد جایی آتیش گرفته و باید کمک کنه سطل لابی برداشت و به کمک مردم دوید مردم با دیدن جلسومینو حرفهای مختلفی زدن موافقا میگفتن الحق پسر مقدسه. مقدسه چقدر, چقدر مخالفا میگفتن اونو جادوگر هست. شاید خود ابلیس هست. سطح جادوگریش هم دستشه. باید فرار کنیم. سطح رو خالی, خالی کنیم. میمیریم یکی گفت. ماجرای سطح چیه واقعا؟ دیگری جواب داد مگه نمیبینی روغن جهنمی تو سطشه یه قطرش همه جا رو میسوزونه یکی از طرفدارای جلسومینو گفت دیدیم که به گلابیا دستور داد بریزن پایین گلابیا به حرفش گوش دادن پس جلسومینو یه قدیسه جلسومینو با تعجب گفت چی میگین دستور چیه قدیس کیه من فقط صدام خیلی بلنده وقتی داد میزنم گلابی که سله در دیوارم میریزه زنی از بین جمعیت داد زد ما میدونیم که تو با صدات معجزه میکنی افراد دیگه ای گفتن معجزه چیه بابا, بابا. همش جادوگریه جلس از حرفای عجیب و غریب مردم عصبانی شد احساس کرد با یه مش آدم ساده و نادون طرفه سطلو و پرد کرد و برگشت داخل بعدش هم با عصبانیت در رو بست جلسومینا لحظاتی ساکت موند و فکر کرد با خودش گفت یا دیگه آرامش ندارم هر کاری کنم زیر ذره بینم فردا پس فردا میشم لولو خورخوره بچه ها جلسومینا با خودش حرف میزد و تصمیمش برای رفتن جدی تر میشه برم دنیا رو بگردم اینجوری بهتره شاید با همین صدا تونستم کاری کنم زن خاننده شد خاننده شدم و پول بارو کردم جلسومینو تصمیمش تصمیمشو گرفت دار و شد تو کیسته ریخت و رفت از جلوی مردم رد شد پچ پیش پچاره میشنید به هیچ کس نگاه نکرد قدم زنان دور شد سرچرخوند و برای آخرین بار خونش رو نگاه کرد مردم هنوز اونجا بودن همچنان توجهشون به جلسومینو بود انگار به شبه نگاه میکردن جلسومینو با خودش گفت حقشونه یه بلایی سرشون میارم. نفس عمیقی کشید بلند گفت خدا حافظ. صداش توفان به راه انداخت موج توفان به جمعیت رسید کلاها و کلاگیسا رو باد برد ادی دنبال کلاهاشو می دویدن. این اولین کار بعد جلسومینو بود خندش گرفته بود جلسومینو دوباره راه افتاد و کلاها و کلاهگیسا تو آسمون معلق بودن و تعدادشون از مرز گذشتن جلس ناراحت و غمگین بعد از چند روز پیاده روی از مرز گذشت و وارد سرزمینه عجیبی شد جنسامینو به هدف راه می رفت که چشمش به سکه افتاد سکه روی زمین برق می زد با خودش گفت چراش که سکه رو بر نداشته جلس سکه رو برداشت اگه مال کسی نباشه باشه زی چند نفر پیچ پیچ کنان به جلس مینو نگاه میکردن جلس مینو بهشون نزدیک شد ببخشید سکه مال شما نیست پا گرفتردشانی از اینجا برو سکه رو نشونه کسی نده جلس مینو نگران شد اصحایی کرد و به مغازه رفت روی تابلوی مغازه نوشته بود مواد غذایی. برخلاف تابلو توی مغازه اثری از خوراکی نبود مغازه لوازم و تحریری بود پر از دفتر و خودکار و پاک کن و کاغذ جلسومینو گفت نباد خوراکی ها یه جای دیگه وارد مغازه شد سلام کرد مغازه دار خوش اخلاق بود شب بخیر جلسومینو میدونست که هنوز ظهر نشده با خودش گفت وسط روز شب بخیر آروم به مغازه دار گفت ببخشید آقا نون داریم بله چند شیشه میخواین قرمز باشه یا سیاه سیا که نه شما اونا تو بطری میفروشین مغازه دار بلند خندید و گفت پس چطوری بفروشیم نکن انتظار دارین تیکه تیکش کنین نون نمون عالیه مغازه دار شیشه های جوهر رو توی کیسه میذاشت و بهشون میگفت نون اثری از, از خوراکی در مغازه نبود مینه با خودش گفت این یا دیوونه شده یا مغزش مشکل داره نباید باش بحث کنم جلسومینو به شیشه ی جوهر قرمز اشاره کرد واقعا هنون خوبه چقدر خوش رنگ من عاشق رنگ قرمزم قرمز چی میگین اون سبز کور رنگی داری جلسومینو میخواست رود از مغازه بزنه بیرون نمیخواست بحث جدیدی شروع بشه آره 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 دارم ببخشید من میرم یه دور میزنم بعد میام راستی شما جوهر فروشی خوبم تو راق داریم مخواست دار با مهربونی گفت بله ببین دقیقا روبروی اینجا یه لوازم و تو مغازه روبرو انواع کیک، شیرینی، کالباس و ماکارانی بود جلسومینو گفت جدی جدی ها رو مشکل عقلی داره به جوهر میگه نون به نون میگه جوهر جلسومینو به مغازه روبرو رفت ببخشید آقا نیم کیلو نون میخوام نون، اینجا لوازم و تحریریه اگه نون میخواید برید مغازه روبرویی جلسومینو فهمید که توی این کشور همه چیز برعکسه ببخش نیم کیلو جوهر بدین لطفا مغازه دار نیم کیلو نون توی کاغذ بیچید جلسومینو نمیدونست به پنیر چی میگن با دست به پنیر اشاره کرد و گفت یکم کم مدینا میخوام مغازه دار گفت با کن باشه الان میپیکم براتون جلسامینو خوشحال شد که بالاخره تونسته چیزی بخره سکه ای رو که پیدا کرده بود روی پیشخان گذاشت مغازهدار سکه رو با دقت نگاه کرد چند بار انداخت و صداشو گوش کرد با زهربین نگاه کرد و با ناراحتی گفت اوهو پسر جون سکهت اصله جلسامینو با خوشحالی گفت خدا رو شکر انگار حالی نیست میگم پولت اصله میگی خدا رو شکر خدا رو شکر کن که تحویل پلیس نمیدمت میدونی زندان داره؟ زندان؟ آغت؟ آخه نداره صدا تو بیار پایین کرد که نیستم جنسو تو نگه میدارم برو پول تخلبی بیار شب بخیر جنسو مینو حسابانی بود نمیخواست فریاد بزنه با درد سر جدیدی درست کنه بین خودش و صداش بحثی در گرفت صداش گفت میخوای داد بزنم مغازه بره رو هوا جلسو مینو نه 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 خواهش میکنم خودتو دار من تازه اومدم توی شرقا رو دارم صدا گفت نیام بیرون خفه میشم خود دانی جلسو مینو گفت بذار بریم بیرون نمیخوام مغازه این یا رو خراب شه صدا گفت پس دود باش کفرم در بیاد همه چی رو خراب میکنم جلسو مینو از مغازه بیرون دوید و خودش رو به خیابونی خلوت رسوند مطمئن شد که کسی دورو برش نیست فریاد زد آه... لامپای خیابون شکست گندونیم از بالکن خونه ای افتاد جلسومینو نفس راحتی کشید و گفت آخه... سبک شدم و خسارت سارت چراقای شهرداری و گلدون رو دستم چیزی دیگه که نشنستم نه صدای ظریفی گفت نه نشکه جلسو دنبال صدا گشت گربه بود یه گربه قرمز شبیه نقاشی یه بچه گربه سه تا پا داشت جلسو مینو گفت عجب گربه حرفم میزنی؟ آره درسته که عادی نیستم اما میتونم بخونم و بنویسم من دختر گچی مدرسم دختر گچه مدرسه؟ یه دختر با گشت منو کشید رو دیوار خواست پای چهارممو بکشه که پلیس اومد میاو دختره فرار کرد منم ناقص موندم صرفه میکنم می کنم می آخه چند ساله تو سرما تو دیوار نمدار بودم می هم می به دیوار نگاه کرد مشخص بود که نقاشی از جاش کنده شده با تعجب از گربه پرسید چطوری از دیوار اومدی بیرون؟ تو باعث شدی صدات من از دیوار کند اگه یکم بلندتر داد میزدی دیوار خراب میشد منم میمردم ولی شانس آوردم راستی آه. تو دو تا پا برات کافیه آره برای من کافیه ببینم روبرا نیستی مشکلی پیش اومده جیمس میخواست از بد بیاریاش بگه اما سرکلی یه گربه واقعی چارپا پیدا شد گربه واقعی ذهنش مشغول بود بدون توجه به جلسومینو و گربه و گربه لنگ راهشو گرفت و رفت گربه لنگ با دیدن گربه واقعی گفت میو در زبان گربه ها یعنی سلام گربه ایستاد با تعجب نگاه کرد انگار توهینی شنیده باشه گربه لنگ گفت اسم من گربه لنگیه اسم تو چیه؟ گربه باقی انگار آرش میومد جواب بده گفت باربوس جلسومینو از گربه لنگ پرسید؟ چی گفتی هم؟ اسمش باربوسه باربوس که اسم سگه میو دقیقا جا دیگه کجاست به نون میگن جوهر به جوهر میگن نون گربه هم که اسم سگ داره تازه گربه خیال میکنه سگه گربه لنگ بلند و از ته دل سلام کرد میو هاپ هاپ خجالت نمیکشی چرا میگی میاو می گربه نیستی من سه تا پا دارم ولی به هر حال گربه درو خو آب رو حیثیت نزاشی واسه گربه ها کمشا کمشا دیگه نمیخوام ریخته ببینم بعد برم خونه چت بردارم شاید بارون بیاد واقعی راه افتاد گاهی برمیگشت و هاپ هاپ میکرد جنس همینو پرسی؟ چی گفت؟ گفت شاید بارون بیم آسمون نگاه کرد آفتابی بود تکه ابرم توی آسمون دیده نمیشه به گوبه لنگ گفت نکن الان هوا ابریه چی افتادیم اینجا همه چی برعکسه قوانین اینجا اجازه نمیده کسی درست حرف بزنه باید حتما برعکس حرف بزنی درست حرف زدن جریمه داره و زندان و بدبختی گربهی لنگ سالها روی دیوار رفتار مردم رو دیده بود قوانین بارونه رو مو به مو میدونست و به جلسومینو یاد میداد گربه لنگ ماجرای شدن مردم این سرزمین رو برای رو تعریف کرد قصه از این قرار جوکومون مردی تنومند و قد بلند دوست دریایی بیرحم و هیلگری بود جوکومون تصمیم داشت بقیه عمرش رو راحتتر بگذرونه توان جوانیش رو نداشت جوکومون به دوستاش گفته بود یا زریال شدم جون دازی هم ندارم باید یه جزیره پیدا کنم زندگی راحتی واسه خودم دست پا کنم همه نوچه هم پیش خودم میارم بالاخره نوکر و کارگر لازم میشه واسه خودشون هم بهتره که کار کنن جای دوزی جاکومون و دوستاش شروع به جستجوی جزیره کردن جزیره مناسبی پیدا نمیشد در مورد جزیره هم به توافق نمیرسیدند اگه جایی رو جاکومون میپسندید بقیه نمیپسندیدن دوستاش جایی رو پیشنهاد میدادن جاکومون نمیپسندید هر کدوم ادعایی داشتن خلاصه جزیره مناسبی پیدا نشد برای همین جاکومون و دوستاش کشوری رو تسخیر کردند کشور خیلی بزرگ بود شهرهای زیادی داشت بانک و فروشگاه و رودخونه داشت خودش خودشو شاه کشور نامید و لقب جاکومون اول رو برای خودش انتخاب کرد دوستاش هم در پوست های مختلف منصوب کرد دوستای سابق حالا وزیر و معاون و مشاور بودند. طبق قانون همه باید جوکومون و علا حضرت خطاب می کردن. از این قانون جرم سنگینی بود قوانین سخت برای این بود که کسی گذشته جاکومونو ندونه لو رفتن گذشته شاه جلی براش گرون تموم می شد جاکومون دستور داد فرهنگ لغات عوض بشه معنی بسیار از لغات برعکس شد قرار شد دوز دریایی معنی آدم خوب و حسابی بده وزیران و اطرافیان همه خوشحال بودن و شاه و بابت این تصمیم تحسین کردند. راکومون وقتی موافقت اطرافیان دید گفت خیلی خب پس برید همه کلمات رو عوض کنید اسم حیونا آدما اشیا همه چی هیچی نباید فراموش بشه جای شب خیر بگن روز بخیر و برعکس خلاصه چیزی از قلم نندازین یکی از را گفت آری جناب جای قشنگ باید بگن زشت جای زشت باید بگن قشنگ قانون تغییر لغات تسبیب و ابلاغ شد و اجرای قانون وارونگوی اجباری شد مردم سردرگم شدن اوایل همه اشتباه میکردن اسم لوازم تحریری شد نونوایی اسم نونوایی شد لوازم تحریری به گل سرخ میگفتن هبیج و اگه کسی میگفت وای چه گل قشنگی جریمه میشد مامورا به مردم بودن اجازه نمیدادن وارونگویی ترک بشه افراد خاطی زندانی می شدن و بهشون تمرین اجباری بارون گویی می دادن. در مدارس مشکل سازتر شده بود. ضرب و تقسیم جا به جا شده بود. جمع و تفریق به جای هم استفاده می شدن. معلم شده بودند. شاگرد های زرنگ نمی تونستن مسئله ها رو حل کنن. برای شاگرد تنبلا خیلی خوب شده بود. اشتباه بیشتر زرنگ تر نشونشون می داد. انشو هم سخت شده بود و همه چیز باید وارونه و برعکس نوشته میشد این زیر رو گوش بدین برنده مدال طلای تقلبی شده دیروز هوا بارانی بود قدم زدن در باران شدید خیلی خوب است همه می توانند با لباس سواش بیرون بیایند هوای آفتابی دلگیر کننده است وقتی هوا آفتابی باشد باید در خانه بمانی تا خیس نشوی تمام شب باید چوله‌های های آفتاب را از آجرهای در نگاه کنی توی سرزمین وارون گوا حیوان وارونه بودن سگا میو میو میکردن گربه ها هاپ هاپ صدای اسبا مثل گاب بود شیرا جیک میکردند. میکردن موش ها می فقط ماهیا و پرنده ها آزاد بودند. ماهیا صدایی نداشتند، پرنده هم که نمیشد دستگیر کرد مردم با حسرت به پرنده ها نگاه میکردند. جرسامینو از شنیدن قصه تلخ شهر خیلی ناراحت شده بود گربه لنگ گفت من نمیدونم من هرچی که میدونستم همین بود الانم خیلی گشنمه گربه لنگ روی دیواری که سالها روش اسیر بود نوشت زنده بعد آزادی میه پیدا کردن غذا کار راحتی نبود گربه دنبال آشنا میگشت جنس روی زمین پی سکه تقلبی بود بالاخره گربه پیرزنی رو دید آخ جون میو خال زورت خال زورت کیه؟ نوست گربه ها تمونه یه این کاخ براشون میاره خاله زرت بلند بود سرد و نامهربون به نظر می رسید اگه کسی نمیشناختش فکر میکرد دشمن گربه هاست اما در واقع خیلی مهربون بود جنسومینه و گربه خاله زرت تعقیب کردند تا به میدونی رسیدن پارکی نزدیک میدون بود گربه ها با دیدن خاله زرت بالای دیوار پارک جمع شدن گربه لنگ گفت احمقا حالتون رو جا میارن. خاله زورت غذای گربه ها رو ریخت گربه لنگ باز رنگی خودش رو جلو انداخت میو 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 گربه ها با شنیدن میو دهنشون از تعجب باز مونده بود گربه لنگ قدری غذا برداشت و پرید لای بوته ها جرسومینو هم کوچه ها رو گشت تا بالاخره یه سکه تقلبی پیدا کرد و نون و پنیر خرید در زیر زمین جای باز بود جلسومینو وارد شد و روی زغال ها به خوابی عمیق فرو رفت گربه لنگ شبی رو توی حیات کاخ شاه گذرم غذاهای خوشمزه گیرش اومد وقتی نقاشی روی دیوار بود چیزی نمیخورد گربه لنگ وقتی سیر شد چرخی در حیات کاخ زد کنجکاویش گل کرده بود چراغ پنجره ای توی طبقات بالای کاخ روشن بود گربه با خودش گفت کاش این اینجا بود داد میزد و همه شیشه ها رو میخوایی گربه از پله ها بالا رفت نگاهی به داخل کرد تالار بزرگی نزدیک اتاق خواب شاه دیده میشد اطراف تالار تعدادی از مقامات و سرداران مهم صف کشیده بودند مقامات به شاه تعظیم میکردند شاه با غرور خاصی از بین همه عبور میکرد هیکلی بزرگ و تنومند داشت حالتی ترسناک با موهای فرفری نارنجی اسمش روی لباس خواب حک شده بود حیبت و عظمت جاکومون هوش از سرش می برد. مقامات با احترام به شاه می تا به روز خوبی داشته باشین جاکومون گاهی خمیازه میکشید یکی از اطرافیان دستش رو جلوی دهن شاه میگرفت شاه زیر لب میگفت آه. خیلی سر حالم گمون نکنم خوابم ببره خود جاکومونم وارونه حرف میزد منظورش این بود که خوابش میاد یکی از مقامات موقع تحسین گفت الا حضرت شما خیلی کریهید جاکومون یک آن حواسش به وارونه نبود نزدیک بود عصبانی بشه اما لبخند زد و به اتاق خواب رفت گربه یه لنگ رفت پشت پنجره اتاق خواب شاه به سمت آینه رفت و موهاشو شونه زد گربه ی لنگ با خودش گفت گو... چقدر به موهاش میرسه البته حقم داره موهاش واقعا قشنگه بهش نمیاد دوزده دریایی بوده باشه مم. مثل جنتل منیاش لحظاتی بعد جوکومون چونش رو کنار گذاشت موهای خودش رو از دو طرف محکم گرفت تکون داد و موهاش کنده شد گربه یه لنگ از تعجب خوشگش زده بود آه آه, آه وای خدا کلاگیست بود کله یک کچند جاکومون پر از پستی بلندی و زیگیل بود کمد باز کرد تعداد زیادی کلاکیس با موها و رنگای مختلف داشت بین مردم فقط کلاکیس نارنجی رو میزد موقع خواب و تنهایی دوستش مدلای دیگه ای سرش بذاره کلاکیس روحیش رو بهتر میکرد جاکومون نمیدونست که اخلاق و معرفت رفتی به مو نداره مرد بی عقل عقلش به چشمش بود علا حضرت کلاگیس های مختلف رو امتحان کرد با هر کلاگیس جلوی آینه جس می و از زوایای مختلف خودش نگاه میکرد. بالاخره کداکیس بنفش سرش گذاشت چراغ خاموش کرد و روی تخت دراز کشید گربه لنگ نمیدونست که پاییدن آدما و فالگوش ایستادن کار بهدیه خب البته گربه که آدم نیست قوانین آدما رو به رسمیت نمیشناسه وقتی شاه خوابید گربه پشت پنجره اتاق دیگه ای رفت اتاق یکی از مقامات تشریفات بود مرد لباسای رسمی و پرزرق و برقش رو در و لباس دزدای دریایی رو پوشید و رفت بالای سایبون تختش انگار دلش برای چوب بازبان کشتی تنگ شده بود چوپاقی روشن کرد و کام سنگینی ازش گرفت دود خفه کننده ای بلند شد گربه لنگ با خودش زمزمه کرد حقیقت از همه چی قوی تره دوست دریایی با این لباس ها بیشتر کیف میکنه هر چقدر لباس این خوشگل خوشگل بهش بدن آخر به همون عادت های قبلش برمیگرده گربه میدونست که موندن توی کاخشا خطرناکه از کاخ بیرون اومد و به میدون اصلی شهر رفت فردا صبح قرار بود شاه اونجا سخنرانی کنه گربه دنبال جایی برای خواب میگشت پنجش میخارید با خودش گفت نکن از کاخ کک افتاده رو تنم اشتباه میکرد خارشش از پشه و کک نبود از داخل بدن بود هرچی گشت ککی چیزی ندید فکری به سرش زد سر. فهمیدم باید با پنجم چیزی بنویسم دیشب وقتی از دیوار کنده شدم پنجم میخاری گربه آروم به سمت کاخ رفت و جوی مناسبی پیدا کرد نگهبانا خواب بودن گربه با پنجه راستش روی دیوار نوشت جاکومون شاه کلاگیس میذاره گربه در مدتی کوتاه بیش از صد بار این جمله را نوشت و بعدم خوابش برد سر یه بلندی گربه لنگ از خواب بیدار کرد کمی بخش زده او مسترب شد اما بعد فهمید نوشتش کار خودش کرده مردم فهمیده بودن که شاه کلاگیس میذاره در سرزمین وارونه ها گفتن یه حرف درست قوقا میکرد کلاگیس خبر بسیار مهمی بود مردم با شوخی و خنده به میدون اصلی سرازیر می شدن بعضی ها می پرسیدن جنگ بیروز کنیم یه نفر دیگه می گفت علاوه پتردار شده مالیات وقیده تازه وارد با خوندن نوشته گربه متوجه ماجرا می شدن و می زیر خنده صدای خنده و هم همه مردم شاه رو بیدار کرد شاه به سمت پنجره رفت و با دیدن جمعیت بادی به قبقب انداخت و گفت این همه آدم اومدن به من شب به خیر بگن شاه خیال، مقامات رو به حضور طلبید ای اصحاب و لباس همه بیارید مقامات از حضور مردم تعجب کرده بودند حالی جناب بهتر نیست اول بریم ببینیم چه خبره نکن اتفاق بدی افتاده باشه یا انقلاب شده باشه احمقانه میبینید مردم چقدر خوشحالن مسئله همینه که نمیدونیم چرا خوشحالن خب چون مشتاقن سخنانی من شروع بشه منشی من کجاست منشی جواب داد ایجام هم سرورم منشی متن سخنرانی ها را آماده میکرد تعداد زیادی متن سخنرانی همیشه آماده بود برای هر موضوعی متنی وجود داشت متنی سراپا دروغ منشی پرونده سخنرانی ها رو باز کرد علا حضرت طرز تهیه سوپ خوبه نه 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 خوراکی نباشه مردم دهنشون آب میفته برفم گوش نمیدن این تاریخی اختراع اسبای چرخ و فلکی بد نیست خوبه البته معلومه که من اسب چرخ و فلک و اختراع کردم من نبودم اسبام نبودن علا حضرت یه چیز دیگه هم هست روش رنگ کردن موها جو دستی به کدا گیسش کشید آری همینه میخواستم شاه متن و برداشت و فوری به بالکن رفت صدای مردم با حضور شاه بیشتر شد صدای خنده و قهقه قه بلند بود مقامات مردد بودن شاه هم همه مردم رو ابراز احساسات تلقی میکرد و لبخند میزد شاه متن سخنرانی رو خوند همه مطالب وارونه بودن سر مو به باغ بیگل بی میماند مردم با صدای بودن تایید کردند درسته، درسته،, درسته 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 مقامات با شنیدن درسته بیشتر شک کردند. جاکومون با خیال راحت سخن را نمی کرد. مردم این کشور از اینکه من شاهشون هستم خوشحالند. قبل از من نامید و ناراحت بودن مردم از ناراحتی موهاشونو میکندن و کچل میشدن آرایشگرها بیکار بودن کسی از بین جمعیت گفت زنده باد کلاگیس زنده باد آرایشگر اسم کلاگیس که اومد جاکومون حس بدی پیدا کرد سعی کرد به خودش مسلط بشه دوستان موی نارنجی از موی سبز بهتر است یکی از مقامات جلو رفت و در گوش جاکومون گفت قربان ببخشید اتفاق بدی افتاده چی شده؟ قول میدید زبونم رو نبرید؟ قول میدم برن ببینم قربان رو دیوارا نویشن شما رو به دیوار کلاه میذارین مردم به ما میخندن راکمون از نراحتی خوشگش دستش لرزید متن سخنرانی از دستش افتاد از عصبانیت سرخ شده بود دستور داد پلیسا مردم رو پراکنده کنن بعدش هم دستور داد زبان درباری بدخبر رو قطع کنن جوکومون برای زنده یا مرده شعار نویس صد هزار سکه تقلبی جایزه گذاشت گیوتینی برای جدا کردن سر شعار نبیس از بدنش هم آماده کردن گربه لنگ بالای ستون جابجا جا شد خودش بهتر مخفی میکرد خیلی ترسید تا اصر بالای ستون موند اوایل شب اطراف رو با دقت بررسی کرد اوزا آروم به نظر میرسید از سوتون پایین اومد پنجش خارش بدی گرفت باید چیزی می نوشت اطراف رو نگاه کرد اما دیواری برای نوشتن نبود مجبور شد روی گیوتین بنویسه خبر دارم من براتون مو نداره شاه کمون خارش پای گربه خوب شد اما کمی کوتاه شد با خودش گفت اگه زیاد بنویسم دو تا پا برام میمونه دیگه نمیتونم راه برم گربه از پشت سرش صدایی شنید <تص> نه ترس کمکت میکنم صدای پیرزنی تنومند و جدی بود پیرزن گربه رو گرفت گربه گفت خاله زارم؟ بله حالا دیگه غذاهای گربه منو می دوستی. بعدش هم شعار می نویسی؟ حساب به تو می چند تا پلیس اونجا بودن خاله زارت گربه رو در شادی بیچید و راه افتاد گربه با خودش گفت خوب شد خاله زورت منو گرفت اگه گیر می افتادم سرم و می باریدم. خاله زرد گربه یه به خونه برد و به مبل دوخت گربه خوشحال بود که جاش عمده به خاله زرد گفت کو... <ممم> ولی کاش با نخ نارنجی نمی دوختی یاد کلاگیس جاکامون میافتم؟ مهم اینه که جات امنه دیگه هم از دست من فرار نکن کلی کار باهات دارم تو با بقیه گربه ها فرق داری باید کارهای مهمی انجام بدی اه. چه فرقی دارن؟ بین گربه ها فقط تو میو میکنی بقیه یادشون رفته فکر میکنن هب هب صدای گربه هاست آقه هب هب درسته حسابیم نمیتونم بکنن همه ی گربه های من صدای سگ در میارن هرچی میگم میو کنین گوش نمیدن گربه ی لنگ از حرفای خالصورت خوشش میامد خالصورت از دست معمولای جاکومون نجاتش داده بود توی خونه ی پیرزن آرامش داشت از صدای گربه های دربارم خلاص شده بود خالد زورت گفت بعدا درباره باره گربه ها حرف میزنیم الان یک کار دیگه داریم خالد زورت کتابی آورد و به گربه نشون داد گربه اسم کتاب و خوند درباره پاکیزگی خالد زورت, زورت رو به روی گربه نشست و گفت مم. میخوام همش رو برات بخونم مم. چند صفحه هست؟ زیاد نیست هیستد و بیست و چهار صفحه فصل اول چرا نباید اسم خود را روی دیوار بنویسیم؟ اسم چیز مهمی است هر کس باید قدر اسمش را بداند و آن را هر جایی ننویسد مثلا وقتی یک اثر هنری خلق می کنیم اسممان را زیرش می نویسیم مثل نقاشی مجسمه و خوشنویسی کسانی هم که هنری ندارند به ناچار اسمشان را روی دیوار می نویسند گور لنگ گفت درسته اما من اسم خودم رو ننویشتم اسم جاکومون شاهو نویشتم حرف نزن گوش بده اه فصل دوم چرا نباید اسم دوستمان را روی دیوار بنویسیم میشه این فصل رو نخونین من دوستم رو گم کردم مم. خیلی دلم براش تنگ شده نه خیر نمیشه باید گوش کنی زنگ خونه به صدا در اومد خاله زورت در رو باز کرد دختر ده پشت در بود مثل پسران باز پوشیده بود گربه لنگ با دیدن دختر از خوشحالی فریاد زد مم. رومالتا توی من از کجا میشناسی یادت نیست تو من رو دیوار کشیدی رنگمو ببین یه چیزی یادمه یه بار از مدرسه کچ رنگ تو بود اوه به مدرسه خبر داد یا گچ برداشتی؟ فرصت نشد زنگ و زود زدن من دختر اون گچم گچ ابزار گچ با شدنه منم گچیم هم. واسه همین با میتونم حرف بزنم و بنویسم فقط کاش برام چهار تا پا میکرشدی البته خیلی مهم نیست میام ماشتا پا هم میتونم زندگی کنم چقدر خوشحالم که میبینم ات. حتما خیلی حرف داری به هم بگی خاله زورت وارد بحث گربه و رومالتا شد فیلند و تاتون بشینین میخوام براتون کتاب بخونم دختر به حرف خاله زورت گوش کرد روی مب نشست خاله زورت خوندن فصل سوم رو شروع کرد فصل سوم چرا نباید روی دیوار به دیگران فوش بدهیم؟ گربه دوخته شده راهی برای فرار نداشت مجبور بود گوش کنه دختر با حیله گری گوش میکرد بعدا میگم که چرا دختر حیله کتاب به فصل سیزدهم رسید خاله زورت خسته شده بود مدام خمیازه میکشید بعد از هر خمیازه دهن و چشمش بسته میشد رومولتا به گربه لنگ گفت عادتشه میرسه وسط کتاب خوابش میبره مم. حالا چی کار کنیم؟ باید سب کنیم شه؟ منو خیلی محکم دوخته عجله دارم میخوام برم دنبال دوستم نگران نباش رومال تو نخوره با قیچی برید گربه آزاد شد از مو پرید پایین بدنش رو کش و گرس و نفس راحتی کشید بیا بریم آشپزخونه آشپزخونه تاریک بود چهارده آتش سبز رنگ در گوشهی روشن بود گربه لنگ گفت بوی گربه میاد نه حس می کنم هفت گربه این راست گربه های خال زورت صدایی از گوشه ی آشپسخونه به گوش رسید ملو. این گربه ما نمی بینیم ما مین خودت چگیم گربه لنگ عصبانی شد شما؟ یعنی ما گربه ایم که وقت ندارم میو کردن یادتون بدم بلکه خانه زورت رو خوشحال کنیم هفت گربه واق واق حسابی رو هنداختن گربه لنگ رفت چشم تو چشم گربه ها دوخت با تکید گفت میو هفت و گربه خجالت کشیدن گربه کوچیک به بقیه گفت چنیدی؟ میتونه میو کنی؟ بقیه گفتن برای چنیدی؟ منم نیست که بنات باشه میو کنم و... راست میگه گربه بزرگ گفت نه با تخلید صدا بلده اصلا شاید تو رادیو کار میکنه گربه لنگ دوباره میو کرد یکی از گربه ها گفت راستش من میو کردم بدم میمیرد ولی از پارس کردن چرا اصلا وقتی پارس میکنم میترسم حالا بد میشه میدونی چرا؟ چون گربه ای ولی با خودت لرژ میکنی میگی سگم موضوع به هنسدن باش حرفاتو گوش میکنیم دیگه پرو نشو اصلا من خودت چی هستی؟ من مثل شما گربه هم کنی نمیگه نمیدونم نمیگه یا گربه ولی 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 من دوست دارم میو کنم امتحان کن امتحان کن میو کن ببین چه لذتی داره خیلی شیرینه دمی از خیرایی که خود ذرت میده شیرین داره بله خیلی بگم خیلی دلم میخواد کنم خوب دوستان جرعت داشته ماشین میو کنین میو رومان تا بلند بلند میخندید گربه کوچیک با ترس و لرز میو کرد گربه دوم با صدای بلندتر گربه سوم و بقیهم بالاخره همراه شدند صدای میو میو مثل یک گروه کر بلند شد ها؟ نظرتون چیه؟ خیلی خب از شیر باشه گرم بهتره <تسجنوز> <تسجنوز> رومالتا به گربه لنگ گفت الان خاله سرعت <و راق> بیدار میشه بیا بری رومالتا و گربه لنگ رفتن خاله سرعت بیدار شد باش خونه رفت از شنیدنی میو میوی گربه ها خوشحال شد عشق شوق توی چشماش حلقه زد بلاخره به صدای اصلیتون برگشتین خیلی خوشحالم خیلی گربه ها میو کنند و حیات دویدن خاله زورت با دیدن گربه ها اشک از چشماش روان رو شد. به گربه ها نگاه میکرد. آفرین! همه باید به اصل خودشون برگردن گربه ها با میو کردن جواب خاله را میدادند. صاحب خونه رفتار گربه ها با خال زورت را زیر نظر داشت. اون مردی خصیص به اسم آقای کالیمر بود. همین اتاقاش را اجاره داده بود و خودش زیر شیربونی زندگی میکرد. کالیمر شبیه جاسوسا بود. چند بار به خال زورت گفته بود که گربه نگه نداره. اما خال زورت بر میل اون نگه میداشت. کالیمر از پنجره مستجره را میپایید. همه را زیر نظر داشت. از اتفاقات خونه با خبر بود میو کردن گربه ها رو شنیده بود میدونست که خاله زورت گربه ها رو تشویق کرده میو کنن کالیمر خوشحال بود که برای خاله زورت نقطه ضعفی پیدا کرده با خودش گفت <تصفح> بالاخره مو چه پیر زن گرفتم به گربه ها میو کردن یاد نشونت میدم یه نامه به وزیر مینویسم حال شجا بیارن کالیمر توی نامش نبه؟ جناب وزیر با سلام به اطلاع می رساند افرادی برخلاف و قوانین عمل می کنند. فردی به نام خال زورت به گربه ها میو می کردن یاد می دهد. این رفتارها برای شاه جاکومون و مردم ما خوب نیست کالیمر تا تو میتونست بدگویی کرد و نامره فرستاد تو راه برگشت به خونه رومالتا و گربه لنگو اونا باید کاری در رابطه با ده فصل کتاب خال انجام میدادند. کالیمر به رومالتا و گربه مشکوک شد. سعی کرد قصدشون بفهمه. جایی مخفی شد و منتظر موند. پنجره گربه خارش گرفته بود. باید چیزی می نوشت. دختر به توانایی گربه در نوشتن قبطه می خورد. گربه این شعار رو نوشت. گربه بکن پارس فراموش شاو شود بی دو و بیهوش کانیمر جاسوس شعار نویسی رو گزارش داد در نامه ای به مقامات امنیتی نوشت احتراما به اطلاع می رسانم شعار نویسان ضد شاه پیدا شدند خرابکارها در خانه خال رد زندگی می کنند دختری به نام روبلتا و یک سگ عامل اصلی هستند امیدوارم دست خوش این جانب فراموش نشود پنجه گربه بعد از نوشتن شعار کوتاهتر شده بود با ناراحتی گفت کاری کنم پنجم کوتا نشه یه نقاش همین اطراف زندگی میکنه در خونش به روی همه بازه میتونی بدی ازش رنگ بگیری نشونیشو بهت میدم برو من به برگردم خونه خانه زورت نگران میشه بنونی توی نقاش خوابش نمیبرد دراز میکشید میشه از پا میشد ولی باز خوابش نمیبرد به تابلوها نگاه میکرد غمگین بود با خودش گفت نقاشی ها که هم داره نمیدونم چی هم اگه میفهمیدم شاهکار میشد گربه به خونه نقاش رسید از پشت بوم به سمت پنجره رفت نمیخواست به نقاش زحمت بده گربه دید تو بیداره با خودش گفت می بابا این که هنوز نخوابیده چجوری برم رنگ بردارم گربه مدتی مشغول تماشای نقاشی ها بود بعد از مدتی متوجه شد نقاشی ها مبالغ آمیزند با خودش گفت خیلی عجیبه واسه اسب سیزده تا پا گذاشته واسه این مرد سه تا دماغ اگه سرما بخوره باید سه تا دستمان دستش بگیره حتما نقاش منظوری داشته بدونی تو بلند شده با خودش گفت دابلو رنگ سبزش کمه رنگ سبز و برداشت و به نقاشی اضافه کرد اخبتر رفت و نقاشی رو نگاه کرد زاویه دید و عوض کرد نشد مشکل رنگ نبود گربه لنگ حرفای بنونیتو این نقاش نمیشنید اما میفهمید که نقاش ناراحته بنونیتو رنگ دیگه ای برداشت به نقاشی ها رنگ جدیدی اضافه کرد با خودش گفت آها ردش کمی گربه لنگ نظر متفاوتی داشت با خودش گفت که کار میکنین؟ همه را مثل نیم نقاش متوجه شد رنگ زرد نقاشی ها رو خراب میکنه مکس کرد و عصبانیت قلم رو به زمین کوبید و لگت مال کرد و از عصبانیت موهاش رو میکند گربه با خودش گفت چقدر عصبانی میه الان کچل میشه او چی کار کنم چجوری کمکش کنم میترسم خودم و نشون بیشتر ناراحت شه شایدم اصلا به حرفم گوش نده تو از کندن موش دست برداشت به آشپزخونه رفت آشپزخونه کوچیک بود و وسایل کمی داشت گربه در جایی قایم شده بود بدون تو گربه را نمیدید اشک توی چشمای نقاش جمع شده بود گربه با خودش گفت گو... چی کار میخواد بکنه اه؟ اه؟ چاقو برداشت میترسم نکنه میخواد منتقدای نقاشیاش رو باکشه به نظرم باید خوشحالم باشم اگه نمایشگاه بذاره ممکنه مردم جرأت نکنه راست بگن و بگن که چقدر اینا کارن؟ بنونی تو چاقوشو تیز کرد به تیز بشه نمیخوام اثری یا نقاشیام بمونه مم؟ میخواد چاقوش تیز باشه که کار طرف و یه سره کنه میاو وای نکنه میخواد خودکشی کنه خودکشی کنه های بزرگی باید برم جدو باید جونشون اجرات بدم میاو گربه یه لنگ تصمیمشو گرفت میوی قذبناکی سر داد جسورانه به اتاق پرید همزمان با پرش گربه در اتاق باز شد و شخصی با سر و صورت خاکی نفس نفس زنون وارد اتاق شد گربه از تعجب خشکش زد آه؟ تو اینجا گربه لنگ خیلی از دیدنت خوشحالم باورم نمیشه خودتی دهن نقاش از تعجب باز مونده بود گربه و جل همدیگر رو تماشا میکردن گربه و جل از خوشحالی می و نقاش همونطور متعجب بهشون خیره شده بود. روزی که جلسومینو و مینو گربه با هم روبرو برو شدن جلسومینو تو زیر زمین روی تل نا هموار زغالا خوابش برده بود و در خواب رویاهای زیادی میدید جلسومینو عادت داشت توی خواب آواز بخونه در بیداری نمیتونه صداشو آزاد کنه اما آواز خوندنش حتی در خوابم دردسر درد سر درست میکرد هرچند آواز جنس در خواب آروم تر بود اما نصف قدرت صداشم برای بیدار کردن مردم شهر کافی بود مردم از پنجره نگاه میکردن و منشه صدا رو پیدا نمیکردن این دیگه چه صدای زمین و میلرزونه غیر قابل تحمل پلیس چه غلطی میکنه ما رو دنبال صدا میگشتن اما صاحب صدا پیدا نمیشد صدای جلسومینو مدیر تالار مرکزی یه شهر رو بیدار کرد مدیر تالار کمی به صدا گوش داد با تعجب گفت چه صدای زیبایی فوق العاده است باید پیداش کنم باید توی تالار بخونه مطمئنم واسه صداش سر و دست میشکنن تالار شهر تازگی وضع خوبی نداشت در آستانه تعطیلی بود تو سرزمین وارونه ها خواننده قدری نبود مردم صدای بد و تشویق میکردند خواننده ها باید برای تشویق شدن بد میخوندن مدیر تالار بلند شد با عجله لباس پوشید و از خونه بیرون رفت راه افتاد به سمت مرکز شهر هرچی گشت چیزی پیدا نکرد چیزی نموده بود که ناامید شه که به زیر زمین رسید جلسومینو خوابیده بود مدیر تالار باور نمیکرد صدای زیبا متعلق به این پسر باشه با خوشحالی با خودش گفت گو... خواب اینطور بخونه ببین تو بیداری چطور میخونه گنج پیدا کردم مدیر تالار جلسومینو رو بیدار کرد جلسومینو هنوز کمی منگ بود مدیر فرصت نداد با عجله گفت گو... من ده کیلومتر راه اومدم تو پیدات کردم فردا باید بیای تو تالارم بخونی بیا بریم خونه من باید حسابی تمرین کنیم جنسومینا خواست تفره بره بهانهای مختلف آورد برد اما مدیر تالار با بعد وعید های زیاد جنسومینا رو قانع کرد صدای جنسومینا خوشحال بود میخواست خودش رو نشون بده صدا به جنسومینا میگفت قبول کن شجا باش مگه نمیخوای خواننده بشی شاید راهش همین باشه استاد دومیسول دست جلسومینو رو گرفت و دنبال خودش کشید وقتی به خونه رسیدن استاد بلا فاصله شروع به نواختن پیانو کرد به جلسومینو گفت بخون جلسومینو با خجالت گفت میشه پنجره رو کمی باز کنیم همسایه ها اذیت میشن کی بخونم هرچی دوست داری میگفتی تو روستاتون آواز محلی میخوندن آره از همونا بخون جلسومینو آواز محلی خون سکت آروم بخونه چشمش به لرزش شیشه ها بود که نشکنن توی آواز دوم را شکستن اتاق در تاریکی فرو رفت استاد شمی روشن کرد و های زده گفت را آوره صداد هم جذاب هم تکن دهنده. من تو همین اتاق سی سال با خاننده ها تمرین کردم صدای هیچ خاننده حتی یه فنجون هم تکون نمیداد آواز سوم به انتها رسید شیشای پنجره شکستن و پود شدن استاد دومی از جا پرید و جلس رو بغل کرد از خوشحالی عشق میریخ تو بزرگترین خاننده هستی که دیدم حدثم در مورد درست بود تو معروف ترین روی زمین میشی آه طرف برای عکس و امضا صف میکشن خدا رو شک کن که استاد دومی صول سر راهت قرار گرفته یاواز دیگه بخون یه دیگه بخون یه دیگه بخون ریال سومینو از تعریف استاد روحیه گرفت اولین بار بود کسی از خوندنش تمجید میکرد با خوشحالی قطعه دیگه ای رو با صدای بلند خوند از شدت صدا اوضاع منطقه به هم ریخت همسایه ها شکست مردم نگران و آشفته شدند ماشین یاتش نشانی ها راه افتادند گمون میکردن زلزله اومده هر کسی به فکر نجات خودش بود استاد دومیسل خوشحال بود و ریال را در آغوش گرفته بود واقعا حیرت آوره تو نابقی استاد دامیسول میسه قصه پروپیمونیم چی؟ بخور 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 بای قویشی خوندن تو برده های بالا انرژی میخواد تو خونه من آزادیه حسابی به خودت برست تمرین کن خونه رو آیق میکنم که صدات کسی را اذیت نکنه جلسو میخواست به خیابون بره میخواست مردم و آتش نشانه رو آروم کنه دلش میخواست خسارت شیشایی مردم رو بده استاد گفت الان نباید بره بیرون پول نداری که خسارت بدی دستگیرت میکنن ولش کن سر فرصت جبران میکنی میترسم تالار شما آسیب ببینه نه نه, نه. نگران نباش تالا چیزش نمیشه دیواراش ضد زلزله است برو با خیال راحت بخواب من میرم دعوت نامه ها رو آماده کنم باید خوب دلارسانی کنم پستر دامیسول پستر کنسرت رو آماده کرد پسترها را در نقاط مختلف شهر نصب کردند متن پستر با زبان وارونه ها این بود صبح امروز اگر می خواهید بدترین اشتباه عمرتان را مرتکب شوید ساعت 48 به کنسرت مزخرف جلسومینوی بدترکیب بیایید خواننده خسته و بیرمق قرار نیست آواز بخواند جلسومینو در تالارهای زپرتی آمریکا و اروپا کنسرت داشته جلسومینو را در اروپا و آمریکا هو کرده اند و خیارهای سالم به سر و صورتش پرت کرده اند آهای مردم نیایید بلیت مجانی است جلسومینو به دومیسول گفت من که آمریکا نرفتم استاد گفت نگران نباش سبر نما همش دروغه اصلا قانونش همینه تو فقط فکر خوندن باش عزیزم روز کنسرت فرا رسید روز پردردسر و شلوغی بود صبح شعار معروف گربه ولوله به پا کرده بود ظهر اوضایشان آروم شده بود و شب ساعت نه تالار پر از جمعیت بود تبلیغات دومیسول مردم رو به کنسرت کشونده بود دومیسول در تبلیغات از مردم خواسته بود با خودشون پنبه بیارن چون صدای خواننده خیلی قویه الا حضرت جوکومون راست ساعت نه به تالار اومد و در جایگاه ویژه مستقر شد حضار به احترام شاه از جاشون بلند شدن و تعظیم کردند کسی جرأت نمیکرد در مورد کلاهگیز حرف بزنه ماجرای صبح معمورا رو به کلمی کلاهگیز حساس کرده بود جاسوسا تمام حرفها و رفتار مردم و زیر نظر داشتند و کوچکترین حرکت مشکوکی رو یادداشت و مخابره میکردند دومیسول از حضور شاه مطمئن شد و از جلسومینو خواست آماده بشه خودش پیش نوازنده ها رفت با اشاره ی دومی سول و چوب رهبرش اجرا شروع شد شعر آهنگ این بود درود درود ای جاکامون شاه قشنگ خودمون موی طلایی داری تو لطف تو مونده یادمون حوزدار از شنیدن این شعر خوشحال نشدند سوت تشویق شنیده نشد شاه از شنیدن موضوع مو خوشحال نبود کمی هم از خجالت سرخ شده بود جلسومینو قدم به سن گذاشت با حضورش صدایی سوت و کف بلند شد مردم یک صدا فریاد می زدن جلسومینو گمشو برا بیرون سگ ملعون بر تو جلسومینو می این حرفا معنی برعکس دارن سب کرد اوزه آروم بشه سالون آروم شد آواز اول رو شروع کرد آهنگ بومی روستاشون بود جلسومینو آهنگ سادیگ روستایی رو با احساس اجرا میکرد. کرد تماشا از خوشحالی اشک می ریختن. ادامه آواز باید در نوتهای بالا اجرا می شد اما جلسومینو آهنگو با نوتهای متوسط خاتمه داد که همونم باعث ترکیدن فانوسهای شیشه ای شد سر و سالن اجازه نداد کسی متوجه شکستن فانوسا بشه. هزار با بلند فریاد می زدن. دلقک نخون بیهوده صدات خیلی بیخوده صدا چقدر بیحاله بخون واسه گوساله جلسومینو مورد توجه حضا قرار گرفته بود جلسومینو تعظیم کرد و آواز دوم رو با صدای بلندتری اجرا کرد تماشا از خود بیخود شده بودن صدای جلسومینو بیرون تالارم شنیده میشد. با کتابخان همه جا آواز تمام شد جلسومینو منتظر تشویق حضار بود اما مردم جای تشویق میخندیدن به جلسومینو توجهی نداشتند و سمت دیگه سالن رو نگاه میکردن شدت صدای آواز کلاهکیس رو از سر شاه انداخته بود و خود شاه نمیدونست هنوز کیفور آواز جلسومینو بود و دوستش بدونه که چرا مردم میخندن اما کسی جرأت نداشت حقیقت رو بگه چون هرچی باشه آدمیزاد زبونش رو دوست داره دو پشت به صحنه بود و از وقایع سالن اطلاع نداشت از جلسومینو خواست آواز سوم رو بخونه جنسومینو با خودش گفت باید همه تلاشام بکنم رو سفید از میدون در بیام جلسومینو با احساس تمام و بسیار زیبا آوازش و خوند از همه قدرت صداش استفاده کرد طوفان سهمگینی وزید تالار در حال فرو ریختن بود چون ها خورد شدن و ریختند یه ردیف از جایگاه جلو خراب شد جایگاه جلو محل حضور جاکومون بود اما قبل فرو ریختن جایگاه از تالار خارج شده بود شاه قبل از خروج خودش در آینه دیده بود شب دستور داد زبان همراهاشو قطع کنند، چون هیچ کدومشون به جاکومون نگفته بودن کلاگیسش افتاده جلسومینو همچنان میخوند مردم به در خروجی حجوم بردن همه جای تالار در حال فرو ریختن بود فقط محل حضور جلسومینو و دومیسول سالم مونده بود همه از تالار رفتن جلسومینو از خود بی خود شده بود و از صداش لذت می فراموش کرده بود اینجا تالاره. چشمشو بسته بود و نمی دونست چه اتفاقی افتاده. دومیسول با ناامیدی خرابی تالارشو نظاره می کرد و به سر و صورتش می ای خدا ای داد، چرا اینطوری طوری شد بدبخ بیچاره شدن مردم جلوی تماشا خونه جمع شده بودن و یه صدا فریاد می زدن آفرین, آفرین. آفرین. لحن آفرین گفتن متفاوت بود ماموران جاکومون متوجه نکته شده بودند مردم وارونگویی نمی کردند جلسومینو آوازش رو با قدرت تموم به پایان رسوند باقی مانده ای تالار به تلی از خاک بدل شد ابری قارچی از غبار بالا رفت جلسومینو متوجه شد دومیسول میخواد به سمتش بیاد با خودش گفت به درد خانندگی که نمیخورم حداقل خودم نجات بدم شکافی برای عبور پیدا کرد صورتش رو پوشون داخل جمعیت میدان گم شد و کمی بعد شروع به دویدن کرد به کوچه خلوتی رسید دنبال جایی بود که دومیسول نتونه اونو پیدا کنه دومیسول دنبال جلسومینو میدوید سعی میکرد گمش نکنه فریاد میزد باید خسارت و تالارم بدید. کجا فرار میکنه وایسا جلسومینو راه باریکی پیدا کرد نفس نفس زنان دری رو هل داد شانس آورد در باز بود اینجا همونجا بود که گربه پرید توی اتاق بنونیتو. حالا فهمیدین چرا سر و صورت جلسومینو خاکی بود؟ گربه لنگ و جلسومینو از دیدن هم حیجان زده شدن حواسشون به بنونیتو نبود بنونیتو با تعجب به گربه و پسر نگاه میکرد و یادش رفته بود که برای چی چاقو دستش گرفته گربه با ناراحتی گفت استاد با این چاقو میخواین کار کنی؟ راستش یادم رفت راست. جلسومینو به بنونی تو گفت شما نقاشین استاد پوزخند تلخی زد و گفت گوام میکردم باشم ولی اشتباه میکردم من چی از نقاشی نمیدونم نقاشی هم به دردی نمیخورن و یه شغل دیگه پیدا کن شغلی که با رنگ ارتباط نداشته باشه من گورکم بشن کارم با رنگ سیاه باشه جلسومینو گفت دنیا رنگ و رنگه تو توی گرستون هم رنگ دیگه هست زغال یه رنگ بیشتر نداره فرض کن زغال آتیش بگیره سرخ میشه رنگ نورانی و قرمز و رنگ دیگه ایجاد میکنه جوهر سیاه چی؟ شرط میبندم یه رنگه با جوهر سیاه میشه داستانای زیبا نوش داستانهایی با سهنهای خشنگ و رنگی خوب شد رو پنجم شرط نبستم و الان دوپا میشدم باید شغل جدیدی پیدا کنم جنسومینو روبروی تابلو نقاشی استاد نقاشی مردی با سه دماغ پرسی؟ این مرد کیه؟ یکی از مقامات دربار آدم خوشبختیه حتما با سه تا دماغ بار بهتر احساس میکنه داستانش طولانیه اومد پیشم گفت اکسام با سه تا دماغ بکش بهش گفتم عکس بدی میشه لاغل بذار دو تا دماغ بذارم قبول نکرد گفت یا سه تا دماغ یا اصلا نمیخوام بکشی حالا میبینی چی شده هیولا واسه ترسدن بچه ها خوبه جلسومینو به نقاشی اسب سیزده پا اشاره کرد این چرا یک دوست چون شیشه سیزده تا پا داره اینکه دیگه مقام دربار نبوده بگی من اینطوری بکش اسب گاوه حالا گاو بازم سیزده تا پا خیلی عجیبه چیش عجیبه؟ گاوه سیزده پا گواه سیزده تا پا دارن دیگه. یه بچه مدرسه ای هم اینو میدونه. جلسومینو و گربه لنگ آهی کشیدن و با تعصف به هم نگاهی کردن. فکری بودن که چجوری میشه به یه نقاش کار کشته کار یاد بدن. جلسومینو گفت. استاد بهتر نیست چهار تا پا ازش کم کنید. شوخی میکنی؟ مردم چی میگن؟ گمون میکنن وده به سرم. راستی الان یادم آمد واس چی چاقو برداشت بودم میخواستم نقاشی پاره کنم نقاش چاقو رو برداشت و به تابلوی حیوان سیزده پا نزدیک شد میخواست اولین سر رو بزنه اما دلش نایمد خیلی سخته زحمت چند ماه تا از بین ببری حق دارین استاد بهتر نیست قبلش پیشنهاد جنس رو اجرا کنین بعد اگه خوشتون نایمد پارش کنین بنونی تو پسی رفت رنگ رو با چاقو کند 5 تا پا رو حذف کرد جلسومینا با خوشحالی گفت خوب استاد خیلی بهتر شد هشتا پا مونده هشتا پا واسه دو تا اسب وای به نظر من که دوتا پا کافیه یعنی بازم پاک کنم نقاش منتظر جواب نموند دو تا پای دیگر رو پاک کرد گربه لنگ با خوشحالی گفت آلی استاد میو به هدف نزدیک میشیم الان چطوره؟ فقط چهار تا پا بذاریم بمونه نقاش تعداد پاها را به چهار رسوند ناگهان صدای شیهه اسبی به گوش رسید اسب از روی نقاشی بیرون پرید توی اتاق راه افتاد و گفت نیا. اخیش خلاص شدم از شده بودم توی بوم اسب جلوی آینه رفت و نگاهی به قد و هیکل خودش کرد خدا وکیلی تریح از خود نباشه اسب قشنگی استاد دمتون گرم یه روز بیاین سرزمین من یه سواری حسابی بهتون بدم طلبتون نقاش پرسید اهل کجایی از چیزی نگفت راه افتاد به سمت در و از خونه نقاش رفت تو هیجان زده و خوشحال بود باور نمیکرد کمی بعد به خودش اومد واقعا اف بود خودش گفت تو مدرسه به ما گفته بودن این گاوه بریم سراغ نقاشی بعدی نقاش به تابلوی شطور چند کوهانه نزدیک شد کوهانه اضافی رو پاک کرد دو تا کوهان باقی موند برخلاف انتظار شطور از نقاشی بیرون نیامد همه فکری شده بودند گربه ناگهان فریاد زد میاو. فهمیدم دومش 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 شطورت سه تا دوم داره دومای شطور اصلاح شد و شطور با شکوه خاصی از نقاشی پایین اومد نفس راحتی کشید نگاهی به گربه انداخت و گفت خلاصم کردی اگه نگفته بودی ستادم دارم حالا حالا حال حال اون تو زندانی بودم راستی این نزدیکی یا صحرا هست این مرا صحرا پیدا نمیشه ولی یه پارک جنگلی اطراف شهر هست فقط مواظب باش مامورات رو نبرن باقی وش شطور خودش رو توی آینه نگاه کرد از دیدن خودش لذت برد با خاطری آسوده از خونه بیرون اومد و رفعه زندگیش در راه معموری شطور را دید فکر خیالاتی شده کمی چشمش رو مالید در همون فاصله شطور دور شد و وقتی معمور چشمش باز کرد مطمئن شد که خیالاتی شده بدانی تو برای کار کردن انگیزه شدیدی پیدا کرده بود چیزی جلو دارش نبود تابلوها رو پشت سر هم اصلاح می کرد و حیوونا وقتی به اندازه کافی زیبا می شدن از بوم بیرون می آمدن سگا، گوسفندا و گربه های زیادی از نقاشی بیرون اومدن هر حیوانی دنبال زندگی خودش رفت بنانی تو فقط یه نقاشی رو اصلاح نکرد نقاشی مرد سه دماغه پارش کرد اگه دماغه اضافه پاک میشد مرد بیرون می آمد. از طرفی مرد دستور داده بود که سه دماغ داشته باشه اگه با یه دماغ بیرون می آمد با نقاش دعواش می شد جلسومینو به نقاش کمک می کرد گربه یه لنگ بی قرار بود از طرفی به طرف دیگه میرفت انگار دنبال چیزی می گشت گربه زیر لب گفت مم. کاشتی که دیگه تو نقاشی ها بود میام دارم از گشنگی میمیرم گربه تابلوهای مختلف رو گشت توی یه نقاشی موجود عجیبی بود شبیه یه مرغ با پاهای زیاد گربه تابلو رو به بنونیتو داد نقاش گفت این مرغ پخته است اگه پای اضافیش هست بشه بیرون نمیاد بهتر الان مرغ پخته میخوایم بنونیتو تازه یادش اومد که از دیروز چیزی نخورده پاهای اضافه مرغ رو پاک کرد مرگ بیرون نیمد چون پخته بود در حالی که بخار بلند میشد، از بوم پایین افتاد انگار همین الان از اجاق برداشته شده باشه گربه لنگ با لذت گوشت مرغ می در حین خوردن می گفت استاد به شما در موفقی هستین هستن مطمئنم خیلی زود مشهور می کاش نوشابه هم داشتیم فکری به ذهن گور رسید به بنونی تو گو نمیشه یه شیشه نوشابه نقاشی کنی؟ امتحان میکنم بزنیم بخورم بنونی تو کشید و نوشابه بلا فاصله از بوم جدا شد جویل سری برش داشت لذت غذا با نوشابه بیشتر میشد هر سه با خوشحالی غذا خوردن ناگهان گربه پکر شد دوستان علت رو پرسیدن گربه گفت مم. من فقط سه تا پا کاش میشد بنونی منظور گربه روشن بود نقاش دست به کار شد یه پنجه برای گربه کشید پنجه درست و دقیق بود بلا فاصله از بوم به بدن گربه وز شد گربه خوشحال شد کمی تمرین کرد و چهار دست و پا تو اتاق راه افتاد <مصف> 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 خیلی خوب خیلی راحت <رواند> شدم شب شده بود بنونی تو تخت خوابش رو برای جلسومینو آماده کرد و خودش کف اتاق خوابید زیرش تلی از نقاشی های قدیمی بود گربه لنگ در جیب پالتوی بنونیتو دراز کشید. هر سه به خواب عمیق و شیرینی فرو رفتن. بنونیتو صبح زود از خونه بیرون رفت. افزار نقاشی رو با خودش برد. روحیه خوبی داشت. میخواست توانایی هاشو نشون بده. گربه لنگ همراهش رفت. مم. گل نقاشی کن خیلی مشتری داره این رو نقاشی کن که الان فصلش نیست اینجوری هیچکی جز تو ازش نداره گربه از بنونیتو جدا شد روزنامه ای برای جلسومینو خرید اسم روزنامه وارونگوی نمونه بود یکی از اخبار روزنامه گزارش یک مسابقه بود گزارش مسابقه مفصل بود در حالی که اصلا مسابقه ای وجود نداشت روزنامه هر سال این مسابقه ای خیالی رو برگزار میکرد جالب این که از شرکت کننده های فرضی پول میگرفت هرکس بیشتر پول میداد برنده میشد شرکت کننده ها برای تبلیغ اسم شرکتشون پول میدادند. روزنامه پر از اخبار بارونه بود. خبرها برعکس بودند. در مورد کنسرت جیل خبر این بود. خواننده سرشناس از اول تا آخر سکوت کرده بود. سکوت مشکلی ایجاد نکرد. زیر عکس بیرانی تالار نوشته شده بود گوشتان می بیند که برای تالار اتفاقی نیفتاده است. جیل و گربه روزنامه بارونه را رو خوندن و خندیدند. در ستون آخر روزنامه آگهی بود عنوان آگهی تکذیبیه بود و متنش به این صورت دستگیر شدن بانو زورت و نوش رومولتا قویا تکذیب می شود این دو نفر در تیمارستان بستری نشدند امضا رئیس کلانتری گربه لنگ با ناراحتی گفت خال زورت و رومولتا الان کنار دیمونه ها همش شخص من بود اینجا کن در مورد منم آگهی زدن مأموران دنبال خواننده سرشناس جسومینا نیستن تالار ویران نشده جسومینا وظیفه برای تخریب تالار سالم ندارد اه. اگر میدانی جسومینا کجاست اطلاع ندهید انگار این ماجرا تمومی نداره بمون خونه من برم ببینم بیرون چه خبره جسومینا توی خونه موند بیکار بودن دوست نداشت بیرون رفتنم براش خطرناک بود به سخته روز و به شب رسوند یادتون هست کالیمر جاسوس خاله زورت و رومولتا رو لو داد؟ مامورا نیمه شب خاله زورت و رومولتا رو دستگیر کردن و به زندان بردن مسئول زندان پرسید جرم چون جرم؟ مامور گفت پیرزنه به سگا میو کردن یاد داده دخترم رو دیوار شعار نوشه خطرناکن جات بودتر من انفلادی خودم میدونم چه کار کنم ازشون بازجویی میکنم ببینم چه دفاعی دارن بازجویی از خاله شروع شد خاله زرت خوبی داشت از یاد دادن میو به گربه ها خوشحال بود بازجو گفت تو گزارش نوشتن شما به هفت سگ میو کردن یاد دادی هفت تا گربه همونی که موش میگیره سگ ها موش میگیرن نه آقا گربه ها موش میگیرن میو میو میکنن گربه های شهر اشتباهی پارس میکنن من صدای درست به گربه هام یاد دادم دیوونه شدی پیر زن. اگه حقیقتو نگی میفرستم تیمارستان واسه من شعر نگو من حقیقت رو گفتم اما شما حقیقت نمی نمیبینی پس راست من دیوونه ای زندون جای دیوونه ها نیست اینو ببری تیمارستان ببرینش 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 مسئول زندان پرونده خاله زورت رو به مامور برگشت داد بازجویی رومولتا شروع شد تو رو دیوار شو آر نوشتی؟ بله اینم دیوونه است ببریدش دیوونه خونه اینا رو و چیه زندان؟ مامور دوستش کارش زود دو تموم بشه و بره بخوابه. خاله زورت و دختر با عصبانیت سوار ماشین کرد و به طرف تیمارستان به افتاد. خاله زورت و رومالتا توی تیمارستان پذیرش شدن. تیمارستان پر از افراد راستگو بود. هر کی راست میگفت جاش تیمارستان بود. مامور از تیمارستان به دفتر کارش برگشت. حدس میزنیم چه کسی منتظرش بود؟ بله، کالیمر جاسوس. مامور پرسید: کارتون چیه؟ کالیمر با چرب زبونی گفت: جناب اومدم دست خوشم رو بگیرم دو, دو دشمن خطرناک شهر دادم پس شما همه نوشید درسته؟ من قربان خودم نوشتم این واقعیت بود پس این هت می زدم یه تختتون کم باشه الان مطمئن شدم باید بری تیمارستان قربان من به حکومت کمک کردم به دروغگوی دولت کمک کردم تو نام تاکید کرده بودم یعنی اعتراف می کنید طرفدار دروغگویی هستید؟ بله قسم میخورم یه بار دیگه محکوم شدید دو بار قسم خوردید که راست میگید دیگه حرف نزنید تو تیمارستان وقت دارید حسابی فکر کنید شما خطر نباید آزاد باشید متهمم میکنید که دست خوشم رو بدزدید چه نیدید؟ خیلی حالش بده خیلی بومیده لباس دیوونه ها رو تنش کنید در مورد دست خوش نباش چیبای من خیلی گشاده ببینید چی بونه خوره کالیمه رو به تیمارستان بردن دیواره اتاقش نمت پوش بود معمور خیال شاهد شد که کار دیگه نداره دلش لک زده بود بخوابه اما تلفن زنگ زد کلان تری الو اینجا یه سنگ داره میو میکنه میترسم هار شده باشه معمور بفرشی لطفا از جاهای دیگه مشکل مشابهی گزارش دادن مردم درخواست میکردن معمور یا مربی سگ براشون ازام بشه معمور چند تا گروه مربی سگ ازام کرد با هر گروه از مربیان معمور همراه کرد گربه های خال زورت عامل تماسای مردم بودن گربه یک کوچیک خال زورت رو قبل از بقیه دستگیر کردند. گربه با علاقه میو میکرد معمور رو محاصرش کرده بودن مربی نزدیک شد و گربه رو گرفت و انداخت داخل کیسه گربه دوم برای بقیه گربه ها سخنرانی میکرد کرد. گربه ها با علاقه به صحبتاش گوش میدادند مامورا گربه دوم رو گرفتن. بقیه گربه ها شروع به هاب هاپ کردن. گربه سوم به سگی گفته بود سگ احمق چرا میو میکنی تو؟ سگ گفته بود من گربه باید نهاب میو کنم. گربه گفت عقل و کلت نیست نه؟ خود تو تو آینه نگاه کن از قدت خجالت بکش تو سگی باید پاس کنی و سگ جواب داد من گربه هم باید میو کن میو 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 به این سگ و گربه دعوا شد مامورا از فرصت استفاده کردند. سگ و گربه رو با هم دستگیر کردند، اما بعد سگ و آزاد کردند. میو کردن سگ مجاز و قانونی بود مامورا به ترتیب گربه های چهارم و پنجم و ششم هم دستگیر کردند. مربی و مامورا خوشحال بودند. گمان میکردن فقط یه گربه باقی مونده بعد از مدتی تلاش و جستجو دو تا گربه پیدا شد هر دو میو میکردن یکی از مامورا گفت انگاری زیاد شدن یکی از مربی ها گفت اه احتمالا میو کردن مصریه یکی از دو گربه گربه هفتم خاله زورت بود دیگر باربوس بود باربوس همون بود که گربه لنگ با اون صحبت کرده بود باربوس به حرفای گربه لنگ فکر کرده بود و پذیرفته بود که گربه باید میو کنه باربوس مقاومت نکرد مامورا دستگیرش کردند گربه هفتم زرنگ ترین گربه خال زورت بود از دست مامورا فرار کرد به سرعت بالای درختی رفت و میو میو کرد مامورا دستشون به گربه نمی رسید از میو کردن گربه عصبانی می شدن جمعیت زیادی اطراف درخت جمع شدن گروهی از مردم درست بودند. به مامورا می گفتن تلاش بیفایده را رها کنین گروه دیگه شوخ تب بودن گربه هم دردی میکردن و تشویقش میکردن میگفتن میو، میو، میو،, میو 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 گربه های زیادی جمع شده بودند. گروهی پارس میکردن میو کردن به چند گربه سرایت کرد مامورا بلا فاصله دستگیرشون کردن و اجازه ندادن میو کنن مامورا نتونستن گربه هفتم رو دستگیر کنند. درخت و آتیش زدن گربه های دستگیر شده رو به تیمارستان بردن مدیر جایی برای گربه ها پیدا نمی کرد بالاخره گربه ها رو به اتاق کالیمر جاسوس بردن کالیمر با دیدن گربه ها داغ دلش تازه شد اون به خاطر گربه ها زندونی شده بود کم کم دیوونه شد خودش گربه تصور می کرد و دنبال موشا می دوید گربه لنگ عجله داشت زودتر به خونه برسه و این خبرها رو برای جلس و تعریف کنه صدای آواز جلسومینو رو شنید آواز معروف روستاشون بود همون که قبلا جلسومینو رو به دردسر انداخته بود گربه ی لنگ با خودش گفت میو خدایا جلسومینو خوابه باید بیدارش کنم مامورا پیداش کنم بدبخ میشیم گربه ی لنگ به خونه نزدیک شد جمعیت زیادی اطراف خونه بودن مردم آواز جلسومینو رو گوش میدادن آروم بودن و ازشون تکون نمیخوردن کسی به شکستن شیشه اعتراض نمیکرد نمی کرد. دو معمور بین جمعیت بودند، اما برای دستگیری جلسومینو کاری نمی کردن. اونا از آواز جلسومینو لذت می بردند. گروه دیگه ای از معمورای گارد ویژه اومدن و راهی از میون جمعیت باز کردند. گربه لنگ زودتر از معمورا از پله ها بالا دوید و پرید توی اتاق. فریاد زد. فرش از زود من کجا؟ مهم نیست کجا این مهم اینه که نباید اینجا باشیم یه باز تو از پشت بون فرار کنیم آه بریم گربه از پنجره بیرون پرید و جلسومینو هم پشت سرش گربه یه لنگ و جلسومینو بام به بام فرار می جلسومینو پاش سر خورد و به بالکن حیات افتاد پیرمردی به گلا آب میداد پای جلسومینو صدمه دیده بود به صابخونه گفت آه. ببخشید من نمیخواستم مزاحمت اوی یو پام نیز خود افتادم تو حیات شما گربه لنگ و جلسومینو بام به بام فرار میکردن جلسومینو پاش سر خورد و به بالکن حیاتی افتاد پیره مردی به گلا آب میداد پای جلسومینو صدمه دیده بود به خونه گفت آه, آه. ببخشید من نمیخواستم مزاحمتون بشم یا اگه دیدید لیز خود افتادم تو حیات پیرمرد پیره مرد با جواب داد اشکالی نداره خودتون که چیزی تو نشده گربه از پشت بام پایین نگاه میکرد به پیره مرد گفت گفت اجازه هست میام پایین خواهش میکنم بفرمایی پای جلسومینو باد کرده بود پیرمرد گفت ببخشید صندلی ندارم بشینین تخت نه متاسفانه الان میرم از همسایه صندلی میگیرم نه 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 نیازی نیست رو زمین دراز میکشم جلسومینو توی اتاق دراز کشید اتاق ساده و تمیز بود میس و صندلی و تخت خوابی اونجا نبود پیرمرد برای مهموناش قهوه آورد گربه لنگ از پیرمرد پرسین شما چرا تخت صندلی نداریم؟ شاید باور نکنید اما من مجبورم همیشه سر پا باشم یعنی اصلا نمیخوابین؟ گاهی سر پا میخوابم من البته خیلی کوتاه. گربه لنگ و جلسومینو با تجربه به هم نگاه کردن سوشه جدیدی براشون جور شده بود گربه لنگ پرسید ببخشی تو میکنم. شما چند سالتونه؟ من حدود ده سال پیش به دنیا آمدم ولی تقریبا هفتاد و پنج سالمه پیرمرد متوجه شد که حرفش رو باور نمیکنن گفت خب حق دارید باور نکنید ماجراش طولانیه شبی که من دنیا آمده بودم همه چی عادی بود اما فرداش مثل یه بچه یه ساله شده بودم هفت روز بعد به سن مدرسه رسیدم تو مدرسه هم مشکل داشتم صبح نشستم رو نیمکت زورتی که اونجا جا نمی شدم و قهوه می خورد. با تجربه منتظر شنیدن ادامه داستان بود پیرمرد گفت من بیش از حد قد می چشیدم. با پدرم رفتم دکتر بیماری جدید و عجیب و غریبی داشتم وقتی می نشستم یا می پیر می شدم دکتر گفت تو هر یه دقیقه یه روز پیر می شم این بود که سرپا باشم از اون به بعد سعی میکردم سرپا بمونم اگرم خودم یادم می رفت، بقیه یاداوری می کردن جلس و گربه با تعجب گوش می کردن پیر مرد ادامه داد پدرم وسیعت کرد برم دنبال یه شغل و کمک ها مادرم باشم بعد از فوت پدرم رفتم دنبال کار سنم کم بود کسی به هم کار نمیداد بعضی مسخره از می مجبور شدم بشینم که سنم بره بالا نشستم جلو آینه و منتظر شدم تا به سن یه جوون بالغ رسیدم. از چهرم با سیبیل جا خوردم. مادرم تعجب کرد. دیگه دنبال کار نگشتم. کاری پدرم از انبار برداشتم و لوازم کهنه جمع کردم دائم در حال کار بودم مردم به من گفتن به نوناتوی بیقرار سعی می کردم به دیگران کمک کنم رابطم با مردم خوب بود با هم در دل می کردن این مدتی بعد مادرم از دنیا رفت منم جهانگرد شدم کاریمو برداشتم رفتم به سفر با مردم ارتباط نزدیک داشتم مردم دوستم داشتن و دوست داشتن ما هم حرف بزنن سفر نمیذاشت پیر نشم یه روز از کنار خونه بشم رد میشدم که زن بیماری دراز کشیده بود چند تا بچم کنارش بیقرار بودن زن بهم گفت نمیتونم از جان بلنشم میای کمک گریه بچه ها جیگرم آتیش میزنه رفتم تو یکی از بچه ها رو بغل کردم پراش لالایی خوندم آروم شد بچه های دیگه هم آروم شدن کوچکترین بچه هیچ جوری آروم نشد زن بهم گفت میشه یه دقیقه بشینین اگه بشینین تو بغلتون میخوابه کنار بخاری نشستم بچه بغلم خوابید زن بیمار کلی ازم تشکر کرد اومدم بیرون یه لحظه که خودم تو آینه دیدم دیدم موهام یه مقدار سفید شده انگار یادم رفته بود نشستن پیرم میکنه آه. ولی خوشحال بودم که بچه ها رو آروم کردم یه بار از جلوی یه خونه روستایی رد می شدم. دختری کنار چرخ ریسندگی نشسته و ناراحت بود. ازش پرسیدم چی شده؟ دختر گفت سه روز نخوابیدم شبانه روز کار کردم. اگه فردا کارم رو ندم بیچاره میشم. یه سکه هم نمیدن. خودم و خونم گرسنه میمونیم. چرخم از می میگیرن. دارم میمیرم از خواب. کاش میشد نیم ساعت بخوابم. میدونی دوستان دلم سوخ گفتم بذار من کار کنم دوباره بخواب. نیم ساعت دیگه بیدارت میکنم دختر رفت دراز کشید و فوری خوابش برد دلم نیومد بیدارش کنم هوا روشن شده بود نور زد توی چشم دختر بیدار شد منو دید گفت وای خدا من این همه وقت خوابیدم و شما کار کردین گفتم اشکال نداره خوش اومد کار جالبی بود بازم ما هم سفید شده بود جلسومینو پرسید خیلی ناراحت شدین مم. اصلا اصلا دیدن خوشحالی دختر برام از همه چی لذت بخشتر بود گمونم سرتون رو درد آوردم اصلا حرفتون خیلی جالب بازم بگین پیرمرد با بیقراری قدم میزد باش یه ماجرای دیگه هم تعریف میکنم یه روز یه پیرمرد رو دیدم که آرزو با یکی بازی کنه باورتون میشه همه ابسنو سالاش فوت کرده بودن گفتم باش بازی کنم پیرمرد اصرار کرد نشسته بازی کنیم چاره ای نبود خیلی مشتاق بود بازی کردیم پیرمرد غرق هیجان بود خیلی ذوق داشت یه لحظه خودم رو تا آینه دیدم هم سفید در شده بود انگار رو سرم برف فریده بود ولی خوشحال بودم آرزوی چند ساله یه پیرمرد برآورده کرده بودم شما واقعا فداکارین از عمر و جوونیتون به خاطر مردم گذاشتین کسی به تو نگفت چرا این هم از خود گذشتگی میکنین؟ چرا؟ خیلی ها میگفتن دوستان میگفتن به خاطر بقیه خودتو پیر کردی اما من راضیم هر موی سفیدم نماد یه دوسته برام یادگاری ارزشمندیه بعد از کلی گشت و گذار اینجا مستقر شدم و با سمساری زندگیمو گذروندم گربه گفت اینجا چرا؟ جایی بهتر از سرزمین مارونه ها نبون؟ برعکس اینجا بدبخت ترین جای دنیاست مردمش بیش از هر جای دیگه دنیا به کمک نیاز دارن جیس هم احساساتی شده بود اش تو چشماش حلقه زد راهمو پیدا کردم باید از صدام درست استفاده کنم باید مردم رو شاد کنم خیلی سخته از صدای تو استفاده می خطر کرد یه لالایی می خونی همه بیدار میشن. گاهی لازم مردم بیدار کنیم اتفاقا بیدار کردن مردم مهمترین کاره جلسومینو، آمینو فیران باید یه فکری به حال پات کنیم هم لحظه بیشتر ورم میکنه آی گربه یه لنگ و جلسومینو تصمیم گرفتن توی خونه یه پیره مرد بمونن با پای زخمی امکان رفتن نبود پیرمرد مرد شبا بیدار بود اجازه نمیداد جلس توی خواب آباز بخونه مامورا دنبال جلسومینو بودن صبح قشنگی بود مردم و مغازه کم کم آماده ی شروع کار بودن بدونی تو این نقاش شاد و خوشحال بود میخواست گل نقاشی کنه با خودش گفت باید گلای بنفشه بکشم کچوشو رو آورد نقاشی رو شروع کرد چند تا کارگر دورش جمع شدن میخواستن حد بزنن نقاش چی میکشه کارگرا مشغول بحث و شوخی بودن بنونی تو توجهی به حرفشون نداشت لحظاتی بعد دست گل زیبایی خلق شد دست گل طبیعی بود بوی بنفشه فضا رو پر کرد یکی از کارگرا گفت بوی بنفشه میاد حس میکنین کارگر دیگه گفت میخوایم زندان باید بهش بگی کدو آره آره بای کدو میاد دوباره سکوت حک فرما شد صدای حرکت گچ به گوش می رسید. با هر شاخ گل جدید بوی بنفشه بیشتر می شد ظاهرا مشغول کار خودشون بودن از بوی بنفشه سرمست می شدن و قلبشون شاد می شد صدای سوت کارخونه اومد کارگرها توجهی نکردند یک صدا نقاش رو تشویق می کردن آفرین آفرین زنده باد بدانید نیتو سرش رو بلند کرد چشمش به کارگرا افتاد از دیدن چشمای حیرت زدهشون دست با چه شد گچاشو جمع کرد و به سرعت دور شد یکی از کارگرا دنبال بنونی تو دوید چنان فرار میکنین نقاشیانتون بی نزدین هستند از میخواستم ازتون میخرم بینونی تو تشکر کرد به سمت دیگه خیابون رفت میخواست تنها باشه تا مدتی جرأت نکرد نقاشی جدید بکشه سگی دید دیدن سگ حس نقاشیش رو برانگیخت همونجا نشست و دست به قلم شد آدم ها دورش جمع شدن و در موردش حرف زدن یکی گفت چه با حال گربه میکشه منانی تو گفت گربه معمولی نیست بچه ها شنیدین میگه گربه معمولی نیست اینکیه <applause> نقاشی بنانیتو تکمیل شد سگ از جا بلند شد و پارس کرد همه ساکت شدن با حیرت و تعجب هم دیگر رو نگاه میکردن مامورا از راه رسیدن یکی از اونا گفت اینجا چه خبره حالا لازم نیست میبینم که یه گربه داره پارس میکنه این گربه مالا کیه؟ یه نفر بنانیتو رو نشون داد مامور بنانیتو رو دستگیر کرد بنانیتو مقاومت نکرد گشش رو برداشت و با مامور رفت سگ کنان از محل دور شد و رفت بدون تو توی سلول انفرادی زندانی شد دستاش خارش خاصی پیدا کرد پرنده کشید پرنده پرواز کرد اما جایی نرفت روی شونه نقاش نشست و مشغول نوک زدن شد بدونی تو گفت گشنته چند دونه ارزن نقاشی کرد خودش هم گرسنه بود نیمروی خوشمزه ای برای خودش کشید بوی نیمرو فضا رو پر کرد و به مشام نگهبان رسید سر نگهبان سر رسید و با عصبانیت به نگهبان گفت معلومه اینجا چه خبره؟ چرا اجازه دادی رو سه زندانی قطار یارم؟ نگهبان واج مونده بود خواست حرفی بزنه که گفت من نمیدونم غذا از کجا آمده شاید تو جیبش گذاشته گیرم که تخمه مار گذاشته تو جیبش کجا پخته؟ واسه زندان هش رسومه ساختم بنانی تو تصمیم گرفت نگهبان رو نجات بده به سر نگهبان گفت نگهبان به تقصیره اینا رو با نقاشی درست کردم به نظرت من احمقم مگه با نقاشی میشه غذا درست کرد من الان خوراک ماهی میخوام بدون جوابی نداد برگه ای برداشت و شروع به نقاشی کرد بوی خوش خوراک ماهی به مشام رسید از آماده خوردن بود بدون تو گفت بفرمایید سرنگهبان تعجب کرد خیلی عصبانی بود میل مم... ندارم بدن نگهبان بخورو تمام سرنگهبان از پیدا کردن چنین آدمی خوشحال بود با خودش گفت دلت درد دل بخجن یارو تلاس بدمش دست و پادشاه جایزه اساسی بنونی ده سرنگهبان برآورده نشد شاه با دیدن بنونیتو اونو به حضور پذیرفت به سرنگهبان وعدهٔ مدال ساده داد سرنگهبان زیر لب غر میزد آخه مدال به چه درد من میخوره دوجین دارم می بیامم بدم نقاش خیلی خونسرد به حضور شاه رسید در برخورد اول سرتاپای شاه جاکومون رو از بالا به پایین برانداز کرد شاه پرسی با نگاه میکنی چیز عجیبی میبینی؟ مواتن منو مظهر کرده میتونی نقشیش کنی؟ به این قشنگی کن نه این جواب برای خوشایند شاه بود بنونی تو دلش برای شاه سوخت مشکل اصلی شاه مو نداشتن نبود شاه گذشته خوبی نداشت یه دوست دریایی بود که میخواست با کلاهگیس گذاشتن نقطه ضعف اصلیشو پوشش بده قافل از اینکه با یک خرمن مو هم همون دوست دریاییه جاکومون فعلا از موضوع موی سرش صرف نظر کرد تصمیم گرفت استفاده دیگه ای از نقاش بکنه من تو رو وزیر باغوش میکنم سیکان باغوحش رو کامل کنی بنونیتو پذیرفت وزیر بودن بهتر از زندانی شدن بود بنونیتو حیوانای زیادی کشید شیر ببر فیل پرنده و انواع سگ سگا همه پارس میکردن صدای پارس سگا درباریا رو ناراحت میکرد درباریا میگفتن الا حضرت خود چجوری اجازه میده اینا پارس کنن نمیدونم پارس کردن سگا آخر دختمون میکنه پارس سگ مردم رو بیدار میکنه بیدار شدن مردم واسه ما نیستا نیست راکومون به اعتراض درباری ها ترتیب از سر نداد مقامات مشهور بودن وضعیت موجود رو تحمل کنند. بنونیتو تو با جدیت به نقاش ادامه داد با انواع حیوانات و پرندگان باقی بحش رو کامل کرد حیوانی نبود که توی باقی بحش نباشه پادشاه اتاق مخصوصی به بنونیتو تو داد و تعدادی نگهبان در اتاقش گذاشت نمیخواست نقاش توامند رو از دست بده روز بعد شاه نقاش رو به وزارت آزوقه منصوب کرد. مردم مراجعه میکرد و بدونین تو خورکه ای لازم و براشون می کشید. زبان وارونگوی مردم اوایل دردسر سر درست میکرد وقتی نون میخواستن میگفتن جوهر نقاش جوهر میکشید مردم تعجب میکردن اما خیلی زود مردم یاد گرفتن اسم درست خوراکیا رو بگن درست گویی عصبانیت مقامات رو به ارش رسوند شاه به اعتراض مقامات ترتیب از سر نمیداد آرزوی اصلی شاه حل مشکل موش بود و برای رسیدن به اون تمام رفتارای نقاش رو تحمل میکرد مقامات نظامی و جنرال ها با دیدن توانایی بنونیتو فکری به ذهنشون رسید اگه نقاش تسلیحات جنگی بکشه دنیا رو فتح میکنی جنرال ها به جاکومون شاه پیشنهاد دادن نقاش به کار نظامی مشغول بشه چلسه مهمی با حضور شاه مقامات و بنونیتو تشکیل شد شاه به بنونیتو دستور داد انواع تجهیزات جنگی رو بکشه در باریا پیش پیش خودشون رو صاحب و مالک دنیا می اگه بنونیتو همکاری می کرد و تجهیزات لازم رو می کشید آرزوی فتح دنیا ممکن می شد لحظه حساس فرا رسید همه منتظر جواب بنونیتو موندن بنونیتو چیزی روی کاغذ نوشت کاغذ رو در دست گرفت و از بالا تا پایین تالار رفت میخواست همه جوابش رو ببینن روی کاغذ نوشته شده بود نه با جواب منفی بنونی تو هم همه ای برپا شد ژنرال ها مقامات و شاه عصبانی بودند تعدادی از اطرافیان به شاه پیشنهاد دادند نقاش رو اعدام کنه شاه گفت قبل از اعدام فرصت میدم فکر کنه شاید سر اومد همه را که دیوونگی دارن مثل تیمارستان مقامات بر خود شاه رو خیلی نرم می دونستن. شاه در ادامه تاکید کرد اجازه نقاشی به بنونیتو ندن بنونیتو در اتاق انفرادی در تیمارستان زندانی شد هیچ چیز برای نقاشی در اختیارش نبود یه تیکه گچ یا هم پیدا نمی شد بنونیتو دیگه مطمئن شد امکان نقاشی نداره نفسی تازه کرد و دراز کشید در خیالاتش صحنه ها و سوژه های زیادی بود دلش میخواست به تموم اون در ذهن داشت جامعه عمل بپوشونه یقین داشت روزی آزاد میشه با امید آزادی راحت تر دراز کشید بنونیتا حق داشت امیدوار باشه کسی مدام به فکر آزاد کردنش بود بله گربه ی لنگ فقط به آزادی یه نقاش فکر میکرد گربه میگفت پایم فدات نقاش میدم تو را نجات در زمان وزارت نقاش جلسومینو در خانه یه پیر مرد بیقرار بود. گربه میخواست نزد نقاش بره. فرصت خوبی برای درخواست آزادی خال زورت و رومولتا بود. اما دیر رسید. به نونی تو دیگه وزیر نبود. نگه به گربه گفتن نقاش تیمارستانه نمیذارم بری پیشش. فقط دیوانه ها میتونن برن تیمارستان تو نمتونی. گربه یه لنگ از دیوار تیمارستان بالا رفت و از پنجره باز پرید داخل آشپزخونه توی آشپزخونه کسی جز پسری جوان نبود پسر با دیدن گربه بلند گفت نه چی اینجا ای چی نیست حتی یه دونه برنج گم شما رو بیرون پسر درست میگفت غذایی وجود نداشت خود پسر غذایی میخورد که مناسب گربه ها بود پسر برای رها شدن از دست گربه دری رو باز کرد در به سالن طول و درازی باز میشد اتاق دیوونه ها توی همین سالن بود دیوونه ها برعکس اسمشون افراد سالمی بودند که گناهشون صداقت بود ماموران جاکمان راستگویی رو گناه میدونستند گربه توی سالن راه افتاد. از پنجره اتاقا داخل رو نگاه می توی یکی از اتاقا گربه های خال زورت رو پیدا کرد. از دیدن باربوس پیش گربه ها تعجب کرد. گربه ها کنار هم به خواب عمیقی فرو رفته بودند. شاید یادتون باشه که کالیمر جاسوس توی اتاق گربه ها بود. کالیمر با دیدن گربه لنگ خوشحال شد به گربه لنگ گفت خیلی وقت موش نگرفتم یه موش برام میاری گربه لنگ به اتاق بزرگی در انتهای سالن رسید. زندانیای زیادی اونجا بودن. خال زورت و رومول بین همین زندانیا بودند. اکثر زندانیان اتاق خوابیده بودن. گربه دلش نایمد خال زورت و رومول تا رو بیدار کنه. به طبقه بالا رفت. بعد از جستجوی زیاد بنونیتو رو پیدا کرد. بنونیتو خوابیده بود و رویا میدید. گربه صدا زد. بنونیتو، بنونیتو. بنونیتو کمی هول شد. چشمشو باز کرد. چشمش به گربه افتاد. گربه لنگ خودت یا خواب میبینم خودم آه. هم چقدر خوابت سنگینه پاشو پاشو خیلی کار داریم اه. 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 گربه بلا فاصله پرید توی سلول اومدم کمکت کنم ممنونم ولی چطوری؟ بالاخره یه راهی پیدا میکنی بله ممکن اگه میتونستم یه عره بکشم مشکلمون حل بود نامردای یه مداد کوچیکم ندادن خب از پنجایی من استفاده کن هرچی لازمه بکش آخه پنجت کتا میشه نداره دوباره برام میکشی بادو وقت نداریم میو نقاش اره تناب قایق و ابزارهای دیگر رو نقاشی کرد چیزی از پنجه گربه نمونده بود تو به سرعت در رو برید با هم وارد سالن اصلی شدند اول تصمیم گرفتن دنبال خانه زورت برن اما سر و صدا نگهبانا را به تکاپو انداخته بود امکان نجات بقیه فراهم نبود گربه گفت نمیتونیم همه را فراری بدیم بهتره تا گیر نیفتادیم بریم به طرف آشپس خونه رفتن همون پسر قبلی اونجا بود از دیدن گربه به شدت عصبانی شد آب برو گم دیگه مگه نگفتم اینجا چیزی گیرت نمیاد پسر از شدت عصبانیت بنونی تو را ندید تنها و بست قایق مرتب کرد و گربه را در آغوش گرفت نقاش و گربه با قایق به گودال آب رسیدن پسر تازه متوجه بنونی تو شده بود هم. این دیگه کی بود؟ کی من هیچی ندیدم شطور دیدی ندیدی سر می میدونه اگه فرار مرد رو اطلاع بده براش درد سر میشه اما ماجرا خیلی زود لو رفت نگهبانا فریاد میزدن نگیرینش نگیرین فرار کنن گربه و بدونی تو توی قایق مخفی شده بودن نگران بودن در انتهای گودال دستگیر بشن پیرمردی می میقرار از نقشه یه گربه مطلع شده بود و با چرخ دستی خودش رسونده بود قایق به ساحل گودال رسید پیرمرد به گربه و نقاش گفت زیر چرخ دستی من قایمشین زود یه چرخ دستی رو پوشوند. نگهبانا از پیرمرد سراغ مرد فراری رو گرفتن. پیرمرد سمت دیگه رو نشون داد و نگهبانا پرسیدن: "پیرمرد تو کی هستی؟ فروشنده فقیر؟" وایستادم خستگی در کنم مرد بیقرار روی چرخ دستی نشست میخواست خسته بودنش طبیعی به نظر برسه نشستن اونو پیر میکرد دود چپاقش رو به صورت نگهبانا فوت کرد یه دفعه گربه عطسه کرد گربه میدونست که نگهبانا صدای عطسه رو شنیدن فرصتی برای معطلی نبود هر لحظه ممکن بود خودش رو نقاش لو برن از زیر چرخ دستی بیرون دوید و به سرعت فرار کرد نگهبانا گربه را تعقیب کردند گربه خوشحال بود که توجه نگهبانا رو جلب کرده با خودش گفت اه آخیش دست از گربه با تمام وجود می دوید. نگهبانان نفسشون بند اومده بود. به میدان اصلی جلوی کاخ رسیدن. بالای ستون بزرگ جای امنی بود. گربه تمام قدرت خودش رو جمع کرد و پرید. پرواز کنان به انتهای بالای ستون نزدیک شد و همونجا تبدیل به نقاشی شد. خیلی خوشحال بود. نگهبانا از محو شدن گربه تعجب کردند. پیرمرد با زحمت گاری رو حل میداد گاهی میشست و خستگی در میکرد سنش تو همین مدت کوتاه از هشتاد به نوت رسیده بود تا با توانش کم شده بود صداش به زحمت شنیده میشد به خونه رسیدن پیرمرد به بنونیتو گفت پاشو پاشو به سرم رسیدیم بنونیتو در خواب عمیقی فرو رفته بود و صدای ضعیف پیرمرد رو نمیشنید بنونیتو هنوز بیدار نشده بود پیرمرد مرتب صداش میزد پیرونی تو بیدار شو لطفا سرکله نگهبانا پیدا شد از حرف زدن پیرمرد تعجب کرده بودن یکی از نگهبانا پرسی پیرمرد مرد کی حرف اینجا که کسی نیست با خودم اشکالی داره خیلی خستم خیلی خوب انسانهت کن پیره روی گاری نشست نگهبان گفت میشه منم بکینم البته بفرمایید ممنونم من حسابی خستم وقت نمیخواستم نگهبان بشم چه کاری یا دنبال دزدو قاتل بگردی دلم میخواست نوازنده پیانو بشم معروفم بشم برم کشورهای مختلف کنسرت بدم مردم برام کف و سوت بزن الان این همه دویدم و یه دزدم نتونستم بگیرم شما که خدایی نکرده دوز نیستین پیر مرد با سر جواب من داد پیرمرد دوست داشت از نگهبان دلجویی کنه اما تاب و توان نداشت احساس میکرد پایان عمرش نزدیکه فقط میخواست به حرفهای نگهبان گوش بده نگهبان همینطور درد دل میکرد من چه بزرگم دیروز انشای خوبی نوشته بود آرزو کرده بود فضا نورد میشه بابر تو میشه دلم میخواد پسرم به آرزوش برسه از طرف این شاید مجبور کار کنه باورم نمیشه فضا نورد چی فکر پیره مرد یه بار دیگه سرش رو تکون داد دلش میخواست به نگهبان بگه توی دنیا چیزی غیر ممکن نیست میخواست بگه باید امیدوار بود نگهبان متوجه حرکت سر پیرمرد نشد فکرت خوابیده دلش برای پیرمرد سوخت که انقدر خسته است بعدم بلند شد و رفت صدای آوازی شبیه لالایی شنیده میشد جلسومینو بود پیرمرد صدای جلسومینو رو نمیشنید ولی بنونیتو با صدای جلسومینو بیدار شد و از زیر گاری بیرون اومد پیرمرد کجایی من کجام اینجا کجاست چی شده پیرمرد نمیتونست جواب بده بنونیتو پیرمرد رو تکون داد بدنش سرد شده بود صدای دلنشین لالایی هنوز به گوش می رسید. بنونیتو از پله ها بالا رفت و جلسومینو رو بیدار کرد. با هم به کوچه آمدن. جلسومینو با دیدن پیرمرد گفت. مرده. پیرمرد مرد بیقرار حالا دیگه آروم آرومه. به خاطر ما مرد. همون نگهبان قبلی پیدا شد. جلسومینو به تنهایی پیرمرد رو به خونه برد. پیرمرد مثل یک بچه کم وز شده بود. نگهبان مدتی کنار گاری ایستاد. این گاری همونه. مال پیرمرده. کاش خوب نیست باید جریمش کنم اما آدم خوبی بود ندید میگیرم ورش کن هیکل پیر مرد و کف اتاق گذاشتن و روش ملافه سفیدی کشیدن و دو روز بعد اونو به خاک سپردن در مراسم خاک سپاری جلسومینو آواز خوند برای اولین بار آوازش خسارتی نزد صداش پرقدرت اما لطیف بود صداش حس آرامش و مهربانی به شنونده ها میداد قبل از خاک سپاری اتفاقاتی افتاد جلسومینو و نقاش متوجه قیبت گربه شدند. توی دو روز گذشته اونقدر ناراحت بودن که گربه را فراموش کردند. به تو گفت با من دو بود صدای اتفاقش که شنیدم رفت نکنه گرفته باشنش شاید رفته تیمارستان سراغ خالد همه یه فایدهی دارن جز من خاصیت فقط بلدم با صدا مردم به ترسونم ناامید به نظر می رسید ناگهان فکری عالی به ذهنش رسید ولی نه خیلی زود یه کاری می کنم کارستون جسومینو لباس پوشید و آماده رفتن شد بنونیتو گفت کجا میری؟ میفهمی دیگه نوبت منه بعد از فرار بدونی تیمارستان دوباره آروم شده بود کاری گرهاش پس صدای آوازی شنید و با خودش گفت م. این دیگه کیه؟ واسه چی اومده جلو تیمارستان آواز میخونه؟ نگهبانا میگیرنش؟ نگهبان برای دستگیری خواننده اقدامی نکرد. نگهبانا از تعقیب گربه لنگ خسته شده بودن و خوابیده بودن. جلسومینو برای گرم کردن صدا آروم میخوند. بعد از مدتی صداشو بالاتر بود. با. کارگر آشپزخونه از صدای قوی تعجب میکرد. با خودش گفت: عجب صدایی؟ شیشه ها شکستن. کارگر فکر میکرد کسی از بیرون به شیشه سنگ زده شکستن شیشه ها نگهبانا را به جنب و جوش انداخت فکر میکردن تو زندان شورش شده اما خیلی زود متوجه شدن شورشی در کار نیست ها از شنیدن آواز لذت میبردند نگهبانا دنبال علت شکستن شیشه بودند صدای آواز بیشتر شد چارچوب پنجره هام شکستند میله های فلزی خرد شدند قاب پنجره ها داخل گودان افتادن و غرق شدند مدیر تیمارستان وحشت کرده بود فکر میکرد زلزله است بهونه آورده از تیمارستان فرار کرد منشیام بعد از مدیر فرار کردند و صداش رو بلندتر کرد صداش مثل آتش فشان فوران میکرد و مثل طوفان پیش میرفت در مسیر صدا همه چیز بیران می شد. در سالمی نمونده بود. ورود و خروج از تیمارستان برای همه ممکن بود. زندانیا از خوشحالی فریاد میزدند. زدن. کارکنای تیمارستان فرار کردند. نگهبان، محافظ و پرستاری نموند. کارگر آشپزخونه مونده بود. در تیمارستان رومولتا متوجه فرار نگهبان شد. به خال زورت گفت. بیایم بریم همه در رو بازن هیچ نگهبانی نمونده راپلیا و راهروهای خروجی پر از جمعیت بود هر و مرش کاملی به پا شده بود خالزورت خیلی زود گربه هاشو پیدا کرد گربه ها از خوشحالی از سرکول کول خاله بالا می رفتن و صدای میو میو فضا رو پر کرده بود خاله از خوشحالی اشک می ریخت امروز آزادیه خیلی خوشحالم که همتون هستید یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت اوه انگار یکم اضافه شده بله گربه هشتم هشتان باربوس بود خاله زورت همه گربه ها رو بغل کرد و با هم راه افتادن جلسومینو آوازش رو قطع کرده بود دنبال گربه لنگ بود هر کی رو میدید سراغش رو میگرفت عصبانی بود فریاد زد کسی اونجا نیست صدایی گفت نه این خراب شده دیگه خالیه جلسومینو نفسی عمیق کشید رویش رو پر از هوا کرد دستش رو گرد دهنش گذاشت با صدای وحشتناکی فریاد زد زلزله واقعی اتفاق افتاد از لرزش و طوفان صدا تیمارستان به لرزش درآمد بعد از چند تکان کل ساختمون ریخت ریختن ساختمان در گودال آب رو پراکنده کرد کارگر آشپزخونم قبل از ریختن کامل ساختمان به سرعت فرار کرد مردم در میدان جمع شده بودند و از خوشحالی هورا میکشیدند خورشید طلوع میکرد مردم جلسومینو رو روی شونه هاشون گذاشته بودن. خبرنگارا نتونستن با جلسومینو مصاحبه کنن. دنبال کسی برای مصاحبه بودن. کالیمر جاسوس با خبرنگار مصاحبه کرد. خبرنگار پرسید: آ من خبرنگار روزنامه وارونگو هستم. نظرتون در مورد بقای امروز چیه؟ شما شاید ماجرا بودین. بگین چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ حالی حالیه ما تکذیب میکنیم که تیمارستان فرو ریخته دیوانه ها در شهر پراکنده نشدن حواستون باشه که فقط من یه گربه هم سگین شما که میو میکنی نه نه من گربه هم موش چه کار میکنم شما موش نمیتونید از چنگ من فرار کنید نه من چه کار میکنم میاو میاو کالیمر مثل گربه به سمت خبرنگارا خیز برداشت خبرنگارا فرار کردند. کالیمر میو کنن به زمین افتاد و اونو به بیمارستان بردند. یه ساعت بعد روزنامه ی وارونگو یک شماره فوقلاده چاپ کرد. تیت زده بودن شکست جدید جلس و مینوی خاننده او نتوانست با صدایش تیمارستان را خراب کند. سر روزنامه خیلی خوشحال بود. با خودش گفت امروز کل روش میکنم. خلاف انتظار فروشندگان روزنامه بدون فروش برگشتند سردبیر تعجب کرد در ممکنه مردم چشون شده خبره به این مهمه یکی از پخش کننده های روزنامه گفت آیا سردبیر دیگه وضع بری شده مردم از وارونه نوشتن با خسته شدن به جای تیر ماه میگیم دی ماه نمیشه که من مردم شدیم آقا سگ سردبیر از بیرون اومد سردبیر گفت پیشی پیشی اومده سگ در جواب پارس کرد سردبیر گفت آتی کردی رو پارس میکنی؟ سگ گودن تر پارس کرد سردبیر عرق پیشونیشو پاک کرد و گرگر کنان گفت وای من آخر زمانه تغییرات مهمی اتفاق افتاده بود هزاران انسان راستگو از تیمارستان آزاد شده بودن و میان مردم شهر بودند. گربه های بیشتری میو میکردند سگا پارس میکردند. بقیه یه حیبونا صده اصلی خودشونو داشتن درستگویی در شهر رواج پیدا کرده بود. دارا اسم رو عوض میکرد. هر مغازه ای اسم درست اجناس رو می نبشت و فروشش بیشتر می شد. جمعیت زیادی در میدان اصلی شهر جمع شده بودند. جلسومینو مردم رو هدایت می کرد. آواز می خوند و مردم و به هیجان می آورد. جاکومون از پنجره جمعیت رو دید. خوشحال شد. گمون کرد مردم منتظر سخنرانیش هستند. از مقامات درخواست تدارک مراسم سخنرانی رو کرد. درباریان از همی هم پرسیدن یه قرنی مگه جشن چیزی داری؟ مقامات و شاه هنوز در جریان اتفاقات نبودن جاسوس ها دیگه نمیخواستن با دربار همکاری کنند. دنبال جای امنی برای مخفی شدن بودن گربه های دربار هنوز پارس کردند، اما صحر، برگ اونام نزدیک بود جاکومو نمیدونست امروز سخنرانی نمیکنه اگه کسی این خبر رو بهش میداد باور کرد منتظر بود نوکرا در شیشه ای رو باز کنند محل سخنرانی بالکن بود شاه هنوز به بالکن نرسیده بود صدای آواز جلسومینو درهای شیشه ای رو خورد کرد قطعات ریز شیشه ها مثل بارون پایین میریخت جاکومون گفت اینجا چه خبره؟ بواظب باشین جمله جاکومون هنوز تموم نشده بود که آینه شکست از شکستن آینه بیشتر عصبانی شد کی آینه نظری رو شکست؟ کسی جواب نداد جاکومون به پشت سرش نگاه کرد کسی رو ندید همه رفته بودند مقامات و درباریان با شکست شدن اولین شیشه ها فرار کرده بودند مقامات قبل از فرار های خودشون رو عوض کرده بودند میخواستن کسی اونا رو نشناسه چون میدونستن روز آزادی مجازات میشن فقط نوکرای دربان به شاه وفادار مونده بودند. مسئولیتشون باز کردن در شیشه ای بود. بعد از شکسته شدن در هم با احترام دستگیره های در رو نگه داشته بودند. جوکومون به دو نوکر وفادار گفت: برین؟ <applause> بود و نبودتون دیگه فرقی نمیکنه. کنه نوکرها ترزیم کردن عقب عقب رفتن و دور شدن جاکومان تنها موند فرصتی برای معطلی نبود به اتاقش رفت لباس شاهی رو با لباس مبدل عوض کرد لباس مبدل رو قبلا تهیه کرده بود هیچ با لباس مبدل بیرون نرفته بود اخبار کشور رو از جاسوسا کسب کرد اگه با لباس مبدل بین مردم رفته بود میتونست حکومتش رو تغییر بده و پایدار بمونه اما حالا خیلی دیر شده بود جاکومون کمد کلاگیسا رو باز کرد به کلاگیس علاقه ویژه ای داشت نتونست دل بکنه چندتا کلاگیس با خودش برداشت و از کاخ بیرون رفت وارد باغ شاهی کنار کاخ شد باغ سرسبز و زیبا بود نفس عمیقی کشید میدونست که آخرین حضورش در باغه از در مخفی وارد مسیر خلوت شد و به میدون اصلی رسید وارد جمعیت شد مردم در حال تشویق جلسومینو بودند جاکومون با سر بیمو و چمدان شبیه دور گرده شده بود بعد از مدتی کسی به پشتش زد سلام آقا انگار تازه باره میبینید می این پسر چه صدایی داره قط و قطارش دوزار ولی صداش بی نظیره چرا بابی میلی تعیید کرد؟ بله میشنوم به کاخش نگاه کرد که فرو میریخت همه جای کاخ براش خاطره بود انگار همه خاطرات خوب در حال ویران شدن بود کاخ با عظمت مثل ماکتی مچاله میشد جلسومینو با فریاد بلندی کاخ رو در هم کوبید تلی از خاک باقی موند همون مرد قبلی دوباره گفت چه سر تاس زیبایی دارید <تصفح> جدی میگم سر منم تاسه جاکومون سر مرد رو نگاه کرد مثل توپ پینگ پونگ بود از سر صاف مرد خوشش اومد زره آرایش هم واقعا قشنگ تا به زیبایی سر بیمو فکر کرده بودم <applause> لطف دارید ولی سر شما یه چیز دیگه است. من سر تاسی به زیبایی شما ندیدم اگه بیایید تو انجمن سر ها بلا شک رئیس میشید رئیس مگه سر ها من دارم بله البته تا دیروز مخفی بود از امروز آزاد میشه حضو شدن تو انجمن ما سخته اعضا نباید حتی یه تار مو هم داشته باشن بعضی موهاشون از ته میزنن که بتونن عضوشن شما عضو بشید ارشد میشین مطمئنم رئیس میشید روکو انگار از خواب بیدار میشد براش جالب بود که سر تاسم میتونه زیبا باشه متوجه شد که چقدر در کشور خفقان ایجاد کرده بود با خودش گفت خیلی اشتباه کردم کاش زودتر میفهمیدم جاکامون از مرد همصحبت دور شد و به حاشیه شهر رفت میخواست خودکشی کنه به طرف رودخونه رفت به ساحل رسید از خودکشی منصرف شد کداگیسا را از چمدون در آورد و به آب انداخت هر کداگیسی رو که مینداخت میگفت گمشین با شما به مردم خودم دروغ میگفتم کلاگیسا رو آب برد بچه ها اونا رو از آب گرفتن کلاگیسا، افسر بازی بچه ها شده تا بوت حکومت جاکومون جاکومون از شهر رفت وقت با اون یار بود شانس داشت که رئیس انجمن سرتاسا بشه جلسومینو آوازش رو توی میدون اصلی شهر تموم کرد هنوز یه مشکل مونده بود گربه ی لنگ جلسومینو ناراحت بود پس گربه لنگ کجاست نکنه زیاد آورتی مارستان مونده باشه مردم درخواست کردن ستون مرکزی شهرم خراب بشه روی ستون افتخارات جاکومون نوشته شده بود افتخارات ساختگی جاکومون برای مردم اهمیتی نداشت جلسومینو به مردم گفت از ستون فاصله بگیرید مردم از ستون دور شدن جلسومینو روی ستون جایی سه پنجه دید آشنا بود جلسومینو صدا زد کار بگه تصویر تکونی خورد و دوباره ثابت موند جنسومینو با صدای بلندتر صدا زد صدای قوی مقاومت ستون رو در هم شکست گربه لنگ از ستون جدا شد آروم پایین اومد پرید توی بغل جنسومینو و اونو بوسی آه خیلی خوشحالم اگه نبودی رو ستون میموندم برف و بارون منو میشست همون موقع صدای بنونیتو اومد که از میون جمعیت به جلسومینو و گربه لنگ نزدیک میشد پس من چی کارم؟ اگه وارون تو رو میشست دوباره میکشیدمت جلسومینو، بنونیتو و گربه لنگ به هم رسیدن حرفای زیادی برای هم داشتن ستون برای کسی ضرری نداشت یادگار دوران خفقان بود مردم با دیدنش یاد خاطرات قدیمی می هر زمانی می خرابش کرد کسی از سرنوشت جاکومون خبر نداره معلوم نیست خودش رو اصلاح کرده یا نه شاید توبه کرده و گذشته رو جبران کرده باشه شاید هم دوباره جزد دریایی شده و بار گناهانش رو سنگین تر کرده باشه جلسو با خودش گفت کاش کاخو خراب نکرده بودم همون شکستن شیشه ها واسه فرارش کافی بود تو نگرانی جلسومینا رو برطرف کرد در عرض چند ساعت کاخ رو کشید کاخی عظیم و زیبا بهتر از قبل ساخته شد مردم از بنونیتو خواستن روی بالکن سخنرانی کنه بنونیتو گفت نظر من, من سخنرانی روی بالکن و ممنوشه زمنا من نقاشم جلسومینا و سخنرانی کنه گربه لنگ رفت روی بالکن مردم یک بار دست دادن دیگه کسی درخواست سخنرانی نکرد خاله زورت مسئول مؤسسه ی حمایت از گربه ها شد با وجود خال زورت امنیت گربه ها تضمین می شد. گربه ها پارس نمی کردن. رومولتا معلم شد. جاکومون به کشور همسایه ادامه جنگ کرده بود. زمانی که قرار بود نقاش براشون تحصیلات جنگی بکشه، کشور همسایه لشکری آماده کرده بود که در مرز منتظر جنگ بودند. وزیران جدید به کشور همسایه اعلام کردند ما قصد جنگ نداریم. جلسومینو پیشنهاد داد به جای جنگ مسابقه فوتبال برگزار بشه. کشور همسایه‌ام به جنگ علاقه ندارد. داشت مسابقه یه فوتبال برگزار شد وسط بازی جلسومینو فریاد زد بزار از صدای جلسومینو تو وارد دروازه حریف شد حتما یادتون هست که در روستاشون هم همین اتفاق افتاده بود جلسومینو گفت مسابقه نباید با کلک تموم بشه نامردیه جلسومینو یک گلم به تیم خودی زد تا عدالت رعایت بشه شما بودین همین کارو میکردین پایان